قبل از هر چیزی سپاسگزارم از کسانی که تدارک دیدن این برنامه رو تلویزیون منوتو و البته متخصصینی که امروز اینجا هستند و دوستانی که امروز آمده اید و شاهد این برنامه هستید و قطعا سوالاتی هم خواهید کرد برای من همیشه مسئله تنها این نبوده که به فکر یک تغییر ساختار سیاسی کشور باشیم که صد البته یک پیش برای اینکه تمام این اهداف رو بتونیم به اجرا بگذاریم چرا که بیکفایتی نظام و بیتوجهیش به کسانی که در کشور الان داریم ما فقط یه نمونه کوچیکی نوک که اون کوه یخ یا ایسبرگ رو میبینید ولی هزاران هزار در داخل ایران هستند از متخصصین زیست محیطی بهداشتی هر چی که فکر بکنید که متاسفانه هیچ وقت صداشون شنیده نشده و نتوانستن در واقع بتونن کمکی باشند در ترقی کشورمون بنابراین با امید اینکه پس از این تغییر و آزادی در کشورمون وارد کار سازندگی کشورمون مجددا بشیم و کشورمون رو از نو در واقع با توجه به اینکه چهل سال واقعا عقب موندیم ولی خیلی قابل جبران هست پیش ببریم و این برنامه نموداری خواهد بود از بخشی از مسائلی که باهاش مواجه هستیم که مسئله انرژی هستش البته و امیدوارم برنامه های دیگری بعدا داشته باشیم راجع به مسائل دیگر و طبیعتا من فکر میکنم مسئله مهمی که امروز خواهیم شنید فقط انرژی های موجود نیستش که البته نفت و گاز یک جنبه اصلیشه ولی طبیعتا انرژی قابل تجدید و باد و به صلاح آفتاب و خورشیدی هستش که به نظر من پتانسیل خیلی زیادی در مملکت هست که برای من خیلی جالب خواهد بود از این دوستان بشنویم در این مورد و از سایر کارشناسان و خوشحالم که از محیط دانشگاهی نسل امروزی که قطعا اتصال دارید با داخل و خودتون اومدین و تینگ تنگ های مختلف رو ترتیب دادید و راجع به مسئله تحقیق میکنید و این رو میتونیم منتقل بکنیم به داخل مملکت این گفتمان رو دوستان باسی واقعا گسترش داد برای اینکه من فکر میکنم مملکت فقط نمیتونه یک کشوری باشه که عده زیادی فقط متکی به تعداد محدودی در سطح دولت و کارشناسان باشند واقعا باز خودشون یک نوع مشارکت و درد اینکه چگونه میتونن به این پیشرفت کمک بکنن باشه و بعد از همه این یه نکته که همیشه در ذهن من بوده و هست ما واقعا نیازمند یه فرهنگسازی نوین هستیم چه از دید سیاسی، چه از دید اقتصادی، چه از دید اجتماعی و این بخشی از اون فرهنگ میتونه باشه بنابراین امیدوارم بتونیم استفاده بهینه از تمام این استعدادها بکنیم و این رو بتونیم منتقل بکنیم و شاید این باشه مبحث اصلی همیهنانمون فراتر از مسائل صرفا سیاسی و آزادی حقوق بشری بلکه اینکه چگونه ما این آینده رو میتونیم ترسیم بکنیم سپاسگزارم از اینکه من رو شرکت دادید داد در و امیدوارم برنامه خوبی داشته باشیم مرسی. سپاس از شاهزاده رضا پهلوی اجازه بدین بریم به سراغ اولین پریزنتیشن که مربوط میشه به فرصتهای توسعه صنعت نفت و گاز در ایران آینده اینکه چطور بازده این صنعت که در حال حاضر به جای تولید ثروت عامل فخش شده میتونه پشتوانه پیشرفت نسخای آینده ایران باشه رامین لاکانی متخصص و مشاور ارشد انرژی مستقر در لندن با بیش از سه دهه تجربه اجرایی در مدیریت فنی و اقتصادی و تحلیل تجارت انرژی و فراورده های نفتی آقای لاکانی تحصیل کرده رشته مهندسی شیمی از دانشگاه لندن هستند که دوره های تخصصیشون رو در رشته های مهندسی نفت در امپریال کالج لندن و مدیریت عالی انرژی در دانشگاه تگزاس تکمیل کردند. ایشون در بسیاری از شرکت های معروف انرژی مانند اگزون موبیل، شل بریتیش گس و پترو کانادا فعالیت داشتند و همچنین از سال 1997 تا 2005 در ایران به عنوان مدیر ارشد چندی شرکت بین المللی حوزه انرژی ایفای نقش کردند. آقای راکانی خواهش میکنم بفرمایید. خیلی ممنون. خانم تینا خیلی متشکر از اون معرفی که کردین و شبکه من و تو متشکر که این هماهنگی انجام شد و سلام و درود به شما من شروع می کنم با تیتر این برنامه که میخوام با صحبت بکنم و تیترش اینه آینده صنعت نفت گاز در ایران الان یا هرگز و میخوام اینجا این مسئله زمانی الان یا هرگز رو حتما در این پریزنتیشن در نظر بگیریم چون این خیلی نکته مهمیه به نظر من و اینکه با اینکه مشکلات متعدده و خیلی فرصت ها از دست رفته در گذشته باید ما حتما به آینده نگاه بکنیم و با یک امیدی که این سرمایه که داریم میشه در تبدیل بشه یک چیز بهینه در آینده پس شروع کنیم ام اول از آن چرا وضعیت صنعت انرژی ایران همیشه در حال بحرانه و اگر نگاه بکنین دلیل اینکه اصلا ما این صحبت ها رو اینجا داریم میکنیم و توی ویدیو هم که خیلی جالب بود نگاه کردیم اینه که اگر توجه بفرمایین این ذخیره های گازی ایرانه که ایران قرمزه و بین چهار کشور ابرقدرت انرژی دنیا یعنی روسیه عربستان ونزوئلا ایران حرف دوم میزنه ذخایر نفتی و اونم خیلی مهمه و فکر کنم رتبه سومه اما مهمترین چیز برای ما به عنوان ایرانیان اینه که وقتی که گاز و نفت ایران ادغام میشه ما شماره یک در دنیا هستیم یعنی یک چیزی فقط یکم از یک درصد جمعیت دنیا چه عظمتی در نفت و گاز داره حالا ببینیم این نتیجه این چه بوده و الان اگر نگاه بکنیم متاسفانه ایران اینجاست اگر ما به تولید سرانه ناخالص کنونی منطقه نگاه بکنیم بین کشورهای قطر، عربستان، امارات، بحرین، کویت، عمان، ایران ایران از همه پایین تره و توی ویدیو هم دیدین که در جهان چیه ولی فقط اگه در منطقه که همه این کشورها صادرکننده کننده نفت و گاز هستن ما چقدر عقب هستیم حالا اگه در آینده هم نگاه بکنین تمام این کشورهایی که صحبت کردیم یک صندوق ملی درست کردن که برای نسل های آینده سرمایه گذاری کردن و اینا رو به عنوان یک قلک نگه داشتن اگر نگاه بکنین این ایران انقدر کوچیک اصلا نشون داده نمیشه ایران 1600 دلار برای آیندگان ما 1600 دلار وقتی که سرشکن میشه ولی اگه نگاه بکنین مثلا قطر یک میلیون و سیصد و همش در حال رشده یعنی بحث ما اینه که با ذخایر خیلی بالا و درآمد خیلی کم و آینده خیلی نگران چرا همچین چیزی هست این بحث ماست و نتیجه اینه که یه شکاف بزرگی هست این شکاف بزرگ بین پتانسیل بالا اقتصاد ضعیف کنونی و کمبودی برای نسل‌های آینده هم وظیفه ماست که یه تغییری درش بدیم برای اینکه برای آینده نگاه بکنیم همینجور که صحبت شد من سعی کردم مشکلات واقعا ساختاری رو صحبت کنم چون که واقعا جزئیات نفت و گاز بشیم لیستا زیاده و حقیقتش متخصصین در ایران به جزئیات واقفن ما دست دو میدونیم ولی یک ساختاری یه مشکلاتی میتونیم خدمتتون بگم می پس شروع کنیم اول روی مشکلات از نظر من تخصصی یکی از مشکلات اینه که من واقعا فکر می کنم که ایران دیگر نقش تعیین کننده ای در بازار نفت و گاز جهانی نداره با اینکه بزرگترین سرمایه نفت و گازی دنیا داره و چرا این اتفاق افتاده یکی اینکه ما به فروش نفت قاچاق مخصوصا به چین عادت کردیم یک عادته چون راحته یک مشکل دیگه هم هست اینه که خیلی از این درآمدا بر نمیگرده به ایران و خیلی از این درآمدهای فروش نفت برعکس قدیم به خزانه ایران اصلا بر نمیگرده جاهای مختلف میره و تخفیف های سرساماوری که ما بایستی به چین بدیم و کمیسیون هایی که به دلالان نفتی و مدیران دولت تعلق میگیره و هزینه های اضافی که شما وقتی دارین بالاخره به صورت قاچاق یا در مالزی کشتی به کشتی هم میکنیم و دور زدن تحریما مسائل فایننسی ها همه خرج داره و اینها همه تاثیرگذار این که ایران دیگه نقش عظیمی نداره حالا من بهتون توضیح میدم چرا را. این نمودار نمودار جالبیه این داده های اوپکه یعنی این صادرات رسمی روزانه به میلیون بشکه در ایرانه که از 2012 میلادی به 2021 داریم نگاه میکنیم برای من یکی از مهمترین چیزها اینه که این پایین بالا این پایین بالا رفتن خب میدونین در اون مقطع زمانی به خاطر برجام تحریما برداشته شد و بله ایران صادراتش رو زیاد کرد و دوباره کم شد ولی یکم ریزبینی اگه نگاه بکنین ما نه تقسیم کردیم به کشورها مناطق برای من مهمترین چیز این قسمت سیاهه که کشورهای سازمان همکاری و توسعه اقتصادی OECD ای اینا در کشورهای غربی هن. که کشورهای مهم دنیا هستن و اینها بعد از برداشتن برجام دیگه از ایران خریدی نکردن چون وقتی تجارتی با یک کشور نداری اهمیتت میاد پایین این یک دو واقعاً که سبز بازار هند بازار مهمی از دست دادیم ولی بازار چین همینجور ادامه داشته حالا حقیقت اینه که این اعداد رسمیه وقتی که میریم جلو و میبینیم که طبق اطلاعاتی که به ما میرسه ایران در حدود یک میلیون بشکه نفت قاچاق به چین داره انجام میده وقتی اون یک میلیون رو اضافه میکنیم به آمار رسمی به نظر من خیلی چیز جالبیه چون که میبینین که این سطح تولید یا سطح صادرات داره میره بالا و تقریبا داره به حد اون موقعی میرسه که چار پنج سال پیش ولی آیا مردم ایران به اندازه چار پنج سال پیش ثروتمند هستن؟ یا اگر به قدرت ریال نگاه بکنیم آیا به اندازه چهار پنج سال پیشه یا ارزش پول اومده پایین همه اینا نشونگره که تمام این پول واقعا به ایران بر نمیگرده حالا من یه توضیحاتی بدم چرا نه این نمودار نشون میده تخفیف و خرش که در کنار فروش قاچاق به چین چون وقتی شما این کار رو میکنین پیه رو به تم میزنین یه خرجا ها زحمت هایی داره و اگر نگاه بکنین این نمودار دهنده خرج یا ضرر ماهانه بر حسب میلیون دلاره اتفاقی که افتاد بعد از اینکه تخفیف ها به دوازده تا سیزده دلار رسید در ماه 380 میلیون دلار ضرری که به ایران میرسه اطلاعاتی که به ما رسیده ماه قبل این بر اساس یک میلیون بشکه شده یک و نیم میلیون بشکه حالا آیا این پایدار هست یا فقط یک ماه نمیدونیم ولی اگر فقط ماه قبل رو ببینیم که یک و نیم میلیون بشکه قاچاق شده به چین ضرر تقریبا 500 تا 600 میلیون دلار در ماه اگه اون پول برگرده به ایران خیلی کارا میشه باهاش کرد ولی خب مسلما چین راضی نیست چون که تغییری ایجاد بشه چون که داره تخفیفش رو میگیره به حال دولت آمریکا هم یه مقدار چشپوشی کرده به این مسئله دولتمندان هم راضی هن چون که در این کارای نشتی داره بالاخره یک پولی رد و بدل میشه دلارایی این برون بر میشه حالا یکی از موضوعاتی هم که در رابطه با این بی اهمیت شدن ایران در عرصه ای انرژی اتفاقاتی هست که در آمریکا داره میفته اگر در این به اون نمودار نگاه بکنین ما داریم درصد واردات و یا صادرات انرژی آمریکا نگاه میکنیم به خاطر تکنولوژی که آمریکا پیاده کرده تکنولوژی فرکینگ تولید نفت و گاز آمریکا بالا رفته الان آمریکا بزرگترین تولید کننده نفت و گاز در دنیا از حتی از عربستان بیشتر اتفاقی که افتاده اگه نگاه بکنیم به این نمودار درصد از کل میزان اصلی انرژی مصرفی که آیا یا وارد میشه به آمریکا یا صادر میشه اگر نگاه بکنیم از 2005 یک سیر واقعا جالبی بوده و تازگی آمریکا واقعا به واردات انرژی نه اینکه بشکه نفت وارد نمیکنه ولی خالص داره صادر میکنه به همین دلیل آیا تنگه هرمز وقتی که مثلا ایران میگه من تو تنگه هرمز میبندم آیا واقعا این یک موضوع مشکل برای است؟ من فکر نمیکنم چون که کننده است و این سری که اتفاق افتاده پشوانش سرمایه تکنولوژی زحمت اینا بوده و ما متاسفانه یک سیر عجیب غریب بالا پایین فقط به فکر این که برجام بشه یا به چین چجوری غاچاقی نفت بفروشیم مشکل دوم فرار مغز و من در هر نقطه جهان در مراکز نفتی مثلا تکساس، ابردین، لندن جای دیگه کار کردم همیشه یک ایرانی بوده خب همه ما مهاجریم و خیلی از اونا شرکت نفتی بودند که از ایران رفتن خب این فرار مقصاص سرمایه است که داره میره و خیلی وقتا اینا غیر قابل بازگشته آیا تمام اون افرادی که رفته بودن در کلگری کانادا که من کار میکردم بچه های شرکت آیا حاضر هم برگردن و برای اونهایی که در ایران موندن به خاطر اینکه این خلایی که ایجاد شده شاید اینها تعلیماتی که احتیاج بشه در سطح بین جهانی رقابت بکنن نداشته باشن سومین مشکل سومی مشکل به نظر من بیعتباری جهانیه برای ایران چون که واقعا ایران یک اعتباری داشت حالا غیر از اینکه پاسپورت ایرانی یک اعتباری داشت در قدیم ولی اصلا در صحنه نفت و گاز واقعا ایران یک اعتباری داشت که به نظر من متاسفانه اون اعتبار و اون خوشنامی از بین رفته دلایلش هم یکی اینه که واقعا ما هیچ احترامی برای مفاد قراردادهای جهانی انرژی نداریم و من چند تا مثال خدمتون میذارم در این رابطه و یکی اینکه تعهداتش رو ایران انجام نمیده و در خیلی از دادگاه ها محکوم شده در این رابطه و مذاکرات خیلی طولانیه و از این موضوع خیلی از خارجی ها سرمایه رنج میبرن و فساد گسترده همه اینا جمع میشه که وقتی شما میرین یک پروژه تعریف میکنی و میرین میخواین به یک هیئت مدیره نشون بدی که آقا شما پولتو نبر قطر بیار ایران تمام اینها تأثیر گذاره همون جور که اگر من یک بازاری باشم یک تاجر باشم و بی اعتبار باشم سابقه خوب نداشته باشم کسی به من اعتبار نمیده ایران هم همین جوری هیچ فرقی به نظر من نمیکنه. موضوع چهارم موضوع چهارم اینه که فقدان سرمایه گذاری در زیخ ساختای انرژی حالا من اینو توضیح میدم یه تیتر بزرگیه ولی این اینو قسمت قسمت بکنیم اولا که در زمینی سرمگذاری در زیر انرژی به نظر من ایران خیلی عقب مخصوصا در مقایسه با کشورهای منطقه مثلا شما باید انتظار قطعی گاز در سالهای قبل داشتین در سالهای آینده به نظر متاسفانه باید بیشتر داشته باشین چون یکی از فاجعه هایی که به نظر من زیاد در موردش صحبت نمیشه افت فشار گاز در پارس جنوبی که هفتاد درصد گاز ایران رو تأمین میکنه این افت فشار به خاطر کمبود سرمایه گذاری به خاطر مسائل مختلف قطر مشترک با ما اونا بهش میگن نورت دوم ما بهش میگیم ساعت پارس پارس جنوبی اونا کاملا این موضوع رو واقف هستن سرمایه گذاری داره میکنن کمپرسر ستیشن میزنن ولی ما خیلی عقبیم حتی اگر امروز ما تصمیم میگیریم که میخوایم در پارس جنوبی یک مرحله بعدی بریم و فشار رو ببریم بالا چهار یا پنج سال طول میکشه این بازدهی شروع بشه کشورهای منطقه به سرعت در حال هزینه کردن در تولید نفت و گاز هستند حالا من یک مثالی براتون میزنم در مورد شدت تولید یا سرعت تولید در یک کشوری مثل عمان که چون که خودم توش کار کردم این برای من مثال جالبیه در این قسمت ما داریم مقایسه زخایر نفت ایران و عمان میکنیم ایران سبز عمان قرمزه عمان سه, سه درصد سه, سه ممیز درصد نفت ایرانو داره ولی وقتی میایم اینجا تولید مقایسه این دو کشور میبینیم که عمان 28 ممیز 6 درصد تولید داره یعنی چی؟ یعنی این که شدت تولید سرعت تولید عمان هفت و نیم برابر ایرانه حالا بیایم در مورد گاز نگاه بکنیم ذخایر گاز عمان حتی کمتر از ایرانه دو نیم درصد ایرانه دو درصد ایرانه ولی تولیدش پونزده ممیز در... شیش درصد ایرانه تولید گازش یعنی سرعت تولید گازش هشت و نیم برابره بی دلیل نیست چون که ایران میخوان الان تولید بکنن من میخوام الان درآمد داشته باشم این درآمد رو استفاده بهینه بکنم صندوق ارزیمو اضافه بکنم قلک رو برای آینده ها پر بکنم و چون که نمیدونم واقعا 20 سال آینده چی میشه باعث الان استفاده بکنم این نکته مهم تایمینگ حالا مشکل پنجم گفتم که پنج تا بیشتر نیست مشکل من حالا یکی از مشکلاتی که من میبینم اینه که این چشمنداز برای آینده و فقدان رهبری در گذار انرژی حالا گذار انرژی انرژی ترانزیشن انرژی ترانزیشن یک مسئله جهانی است حالا ممکنه در ایران بحثش زیاد نباشه ولی انرژی ترانزیشن گذار انرژی حقیقت داره داره انجام میشه سرمایه گذاری ها به اون طرف میره حالا من توضیحات میدم که چرا ما باید این موضوع رو جدی بگیریم ولی ما از همه همسایه هامون به نظر من عقب تریم. اگه نگاه بکنین عربستان و امارات برای مثال سرمایه گذاری عظیمی کردن در تولید هیدروژن که یکی از واقعا سوخت های آینده است مثلا حالا واعظت بحث اون نمیشم ولی دارن انجام میدن سرمایه عظیم و ایران عقبه مثلا تولید برق از منابع خورشیدی و باد که همکاران هم میان در این مورد صحبت میکنن در امارات سه برابر ایرانه یا مثلا انرژی هسته ای در ایران فکر کنم زیر یک درصده با اینکه این همه ما خرج کردیم تحریم دیدیم یک درصد انرژی و امارات بدون بوق و کرنا سه برابر ایران و داره بیشتر هم میسازه و خیلی بازدهی خوبی داشته پس این رو باید مقایسه بکنیم و یکی از مشکلات که من باش مواجه بودم ایران بعد از روسیه و عراق سومین کشور در مشعل سوزی یعنی سوزاندن گازی که با تولید نفت همراهه یعنی گس فلرینگ این پدیده ای که واقعا مشکلات محیط زیستی داره و داره ثروت ملی ما هدر میره و ما رو واقعا در جهان یک نقطه ننگیه به نظر من که ما ازش بایسی گذر کنیم حالا یک من صحبت روی کردی که در مورد تولید انرژی و گذار انرژی انرژی ترانزیشن هست یه صحبتی با شما بکنم برمیگردیم به همون چهار کشور ارشد دنیا یعنی عربستان ونزوئلا ایران و روسیه وقتی شما این چهار تا کشور رو با هم جمع میزنین تقریبا پنجاه درصده زخایر نفت و گاز دنیا در این چهار کشوره و سه تاش شدیدا در حال تحریمه ونزوئلا ایران و الان روسیه بعد از اتفاقاتی که بین روسیه و اوکراین افتاد که اروپا دیگه از روسیه فراورده های نفتی نفت خام و گاز نخرید این موضوع حتی مبرمتر شده مهمتر شده چیز مهم اینه که دولت های غربی نمیخوان آیندهشون وابسته به چهار تا کشور باشه که نیمی از ذخایر نفت و گاز دنیا رو دارن یعنی که این گزار انرژی بله محیط زیست هست و ولی میخوام که فقط برای چند تا درخت و رودخان و محیط سبز فقط نیست یک دلیل استراتژیک داره و این دلیل استراتژیک داره کاملا بر یک کشوری مثل ایران تأثیر گذار خواهد بود الان و در آینده که خودشون میبینیم حالا دو تا نمونه از من میخوام بینش آینده نگری و حالا شاهزاده اینجا هستم و حال پنجاه سال پیش این انجام شد برای من این دو تا پروژه چندین پروژه هست ولی این دو تا پروژه رو من انتخاب کردم چون که لیست طولانیه یکی این که ایران در حال حاضر تولید کننده گاز در دریای شمال بریتانیاست این هم سرمایه گذاری بود که در دهه 1970 50 سال پیش شاید قبل از خیلی از کسایی که اینجا هستن به دنیا آمده باشن و این بین ایران بود و بی پی که بریتیش پترولیوم سهمش رو فروخ به شرکت سریکا و الان سریکا همراه ایران یکی از بزرگترین و مهمترین تولید کنندهای گاز در دریای شمال است و در اوایل بحران جنگ روسیه و اوکراین که قیمت گاز خیلی رفت بالا بخاطر اینکه گاز روسیه قطع شد سریکا سود خیلی زیادی کرد از این برنامه و اهمیت خیلی استراتژیکی داشت هم برای اون شرکت هم برای انگلستان و خوشبختانه حالا هر دلیلی این پولایی که به ایران میرسه به خاطر تحریما در یک اسکرکن در یک حسابی هست که الان نمیتونیم بهش دست بزنیم ولی در آینده شاید بتونیم بزنیم حالا این یه مثالی هست که لاقل این سرمایه گذاری پنجا سال قبل مونده حالا من یه مثالی هم که میزنم که یکم دردناکتره که متاسفانه نمونده و اون هم سرمایه گذاری بود که ایران در پالاشگاه کره جنوبی کرد این برای من خیلی جالبه چون که در 1976 شرکت ایران کره در کره جنوبی یک پالاشگاهی تحسیز کردند که الان امروزه اس اویل ششمین بزرگترین پالایشگاه نفتی دنیاست و تاسیسات عظیمی داره متاسفانه ایران حالا سهامش و فروغ از دست داد هرچه باشد اونا تاریخچه چست ولی از نتونست اینو ادامه بده عربستان سعودی بعد از چند سال وارد معرکه شد و الان بزرگترین سهامدارش عربستان سعودیه خیلی هم راحته نفت خامش رو از عربستان میبره به کره در این پالایشگاه و در یک منطقه که در حال گسترشه یعنی شرق آسیا واقعا در حال گسترشه چین کره ویتنام و اونجا تولیدشو میکنه و مدیر کلش هم یک آقای عربستان سعودی و من برای من این مهمه و فکر کنم برای بینش اگه نگاه بکنیم به این نمودار این مقایسه تولید ناخالص داخلی سرانه بین سالهای 1955 و 1401 یعنی 1976 و 2021 میلادی سبز کره جنوبیه، شمال... کره جنوبی ببخشید قرمز ایرانه در 1976 1355 که این سرمایه گذاری شد ایرانی ها دو برابر کره جنوبی ها ثروتمند بودند هر ایرانی سرشکن میانگی در حال حاضر کره یا هشتونیم برابر ما ثروتمندند حالا این اتفاقات چرا افتاده اینا خب بحثشو کردیم میدونین الان یکی از دل... یک مقدار از دلایلش ولی مهم اینه که شما همین حالا آیا حاضرین در یک کشوری که دو نیم برابر از ایران ضعیفتر و فقیرتره برین یک سمچین سرمایه گذاری بکنین یک بینشی میخواد این بینش خیلی مهمه چون که در عرصه نفت و گاز انرژی باعث شما بینش 20 بی 30 سال آینده رو داشته باشین که متاسفانه من نیدم در این چند سال حالا بذارین مشکلات رو صحبت کردیم تمرکز کنیم روی فرصت های از دست رفته حالا من فقط رو انتخاب کردم مثل کسی که میاد هایلایت فوتبال ها رو نشون میده من فقط شیش تا گل خودی رو دارم هایلایتش رو بهتون نشون میدم حتما بیشتر هست ولی من 6 تا اینجا نشون میدم و دلیلی که من میتونم اینا رو با شریک بشم چون که حدود ده سال برای شرکت های خارجی مثل بریتیش و شل و شلمبرژه که روی پروژه ایرانی کار میکردیم اینو از دست اول من اینو تجربه کردم و با صحبت میکنم یکی اولین پروژه هایی که به نظر من فرصت از دست رفته پروژه کرسنت پترولیومه که واقعا یه شکست بزرگی بود برای صادرات گاز به شارژه در امارات این پروژه در زمان ریاست جمهوری آی خاتمی و وقتی که آی زنگنه وزیر نفت بودن برای اولین بار این در 2001 میلادی امضا شد و ایدش هم خیلی جالب بود به نظر من چون که یک گاز یک مخزن در فلات قاره ایران بود به نام سلمان اگه اشتباه نکرده باشم و این گاز در حال سوختن بود فلرینگ بود خب یکی اینکه مسائل زیست محیطی داشت بعد گاز ترش بود خب هیدروژن سولفات مسائل مشکل و شرکت کرسن پترولیوم این خانواده جعفر که عراقی الاصل بودن ولی در شارژه کار میکردن و من آقا این گاز ترش شما بیار تا مرز ما میگیریم ما این گاز رو استفاده میکنیم و به شما پول پرداخت میکنیم خب متاسفانه اتفاقی که افتاد ایران به قسمت قراردادیش عمل نکرد یکی از بحانه این بود که فساد هست و یکی از بحانه دیگه این بود که قیمت گاز خیلی پایینه خب اگر ما به صورت تخصصی اون موقع نگاه می کردم قطر در همون موقع به امارات و حتی عمان از طریق پروژه دلفین داشت گاز میداد و اون پروژه وقتی که قیمت گازش رو نگاه می کنیم با اینکه قطر داشت گاز شیرین میداد ولی ما داریم گاز ترش میدیم که احتیاج به پالایش داره تقریبا قیمت ها با هم بود زیاد فرق نداشت و اینکه در این قرارداد یه مکانیزمی بود که در آینده میتونه قیمت گاز بره بالا حالا حتی اگر قیمت گاز هم کم بود این قراردادی که فسخ کردن بعد از چند سال متاسفانه کرسنت ایران برد به دادگاه 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 کشی شد و ایران باخت حالا چیز جالب برای من اینه که چندین سال بعد که زمان آقای روحانی بود و دوباره وزیر نفت آقای زنگنه بود ایران رفت و گفت که خب ما الان آمادگی داریم که گازو بدیم و لطفا بیاین از ما بخریم خب شرکت کرسنت که شما نمیتونیم بعد از 15 سال بیاید من میخوام گازو بخرم ما الان نه آمادگیشو داریم و پروژه های دیگه ای داریم و ما اطمینان نداریم ما نمیخوایم گازو بخریم ایران یک دادگاهی رو شروع کرد که قضات اون دادگاه گفتن خب اگه شما دلیل اصلیتون قیمت پایین بود خب چرا امضا کردی حالا قیمت پایین چیه فساد کی اون موقع وزیر بود که این قرارداد امضا شد گفتن آقای زنگنه گفتن خب کی الان بعد از 8 سال وزیره گفتن آقای زنگنه خب پس این که نمیتونه برای این قضات اینو قبول نکردن حالا این این برای من خیلی چیز مهمیه نکتهش اینه که اولا که آبروی ایران رفت واقعا یک این همه سال 20 سال خرج وکلای خارجی شد متخصصین خارجی شد ایرانیا اومدن رفتن ایرانیان رفتن و تقریبا همه رو باختن مهمتر از اون در اون 20 سال نه این گاز هنوز داره میسوزه و این یکی از مشکلات حالا فرصت از دست رفته گل خودی دوم این ناموفق بودن در صادرات گاز به اروپا از طریق ترکیه شرکت شل اروپایی گست فرانس اروپایی بریتیش گست اروپایی یک کنسورسیومی تهیه دیدن و با دولت ایران مذاکره کردند. گفتن که آقا ما در ترکیه و مخصوصا در غرب ترکیه که استانبول هست و قسمت اروپاییشی که خب پولدارترن مصرف بالاتر بهتره و حتی در اروپا ما کارهای گازی میکنیم ما حاضریم این صادرات رو با شما همکاری بکنیم دو گفت نه خود من میخوام کار رو میکنم ولی کار خودشون کردن لوله گاز به ترکیه کشیده شد که حتما در روزنامه خوندین یه روز قطع میشه زمستون قطع میشه ترکیه ایران رو برده دادگاه و دادگاه رو برده و در همون موقع من قشنگ به خاطر دارم که ما گفتیم که به ایران آقا ما اطلاعات خیلی دقیق داریم که روسیه که از بلغارستان به ترکیه سالهای سال داره از طریق لوله خشکی گاز میفرسته از دریای سیاه هم میخواد لوله جداگونه بزنه که اوکراین رو در دور بزنه و بیاد به ترکیه مستقیم و حتی به اروپا بره که متاسفانه ایرانیا گوش ندارن و اتفاق افتاد و برای همین حتی اگر ایران بخواد گاز بفروشه فقط میتونه به این مناطق فقیرتر و ضعیفتر ترکیه دسترسی پیدا کنه بالاخره این آرزوی گاز به اروپا متاسفانه انجام نشد فرصت بعدی از دست رفته خیلی شبیه اون بود چون که همون کنسورسیوم بود دوباره بریتیش گس گست و فرانس شل اومدن گفتن خب اگه اون پروژه که ما تعریف کردیم نشد حالا اجازه بدین که هم در هند هم در پاکستان ما دفتر داریم فعالیم ما حاضریم که گاز ایران رو به پاکستان و ما شاید پاکستان رو زیاد با اهمیت نمیدونیم ولی یکی از بزرگترین بازارهای انرژی در دنیاست و ما شانس داریم که باشون هم مرزیم الان جمعیت پاکستان فکر کنم 240 250 میلیون نفره و واقعا تشنه انرژیه و اگر به پاکستان رفته بود ما شاید میتونستیم حالا من این نقطه چین کردم مرحله دوم بود که به هند بره حالا میدونم مسائل سیاسی بود یا نه و دوباره جواب همون بود که نه ما نمیخوایم ما میخوایم کار خودمون رو بکنیم کار خودشون هم کردن و حتی یه مقدار از لوله کشی هم فکر کنم انجام شد اون لوله خالیه و پاکستان هیچ وقت در این 23 سالی که از اون گذشته یک قطر گاز از ایران نخریده فرصت از دست رفته دیگر از دست دادن فرصت حمل ترانزیت یا ترانزیت نفت از کشورهای حوزه دریای خزر و این یکی از اولین پروژه‌ای بود که من خیلی بر من جالب بود چون که شرکت بریتیش گس، حتی مجوز گرفته بود که با شرکت های داخلی ایران همکاری بکنه و این بود که ما در خود ما بریتیش در قزاقستان حالا یکی دو تا شرکت هم در ترکمنستان تولید نفت داشتیم و تنها راهی که میتونستیم نفتمون رو بدیم یا بایستی میفرستیم به آذربایجان که خودش هم مشکل داشت یا بیشترش یعنی تقریبا همش داشت از روسیه رد میشد خب روسیه از ما خیلی قیمت پایین میخرید و ما میخواستیم یه راه دیگری باشه برای اینکه این, این نفت رو به آبهای گرم خلیج فارس و به هند و چین ببره و خیلی جالب بود که ما وقتی که رفتیم برای مناقصه پاکت ها باز شد ما قیمت ها رو داده بودیم و ما اصلا هیچ علاقه به سود کردن از ساخت اون لوله نبودیم لوله هم از نکاه بود تا تهران یعنی 300 کیلومتر و هدف ما اصلا سود در این نبود بلکه این بود که نفت خودمون رو از چنگ روسیه خارج بکنیم و براتون میگم که آمریکاییان بر ضد این بودن یعنی برای اولین بار آمریکا و روسیه با هم همدست بودن که نفت از ایران رد نشه و پاکت ها که باز شد گفتن مپنا کمترین قیمت رو داره مپنا که نیروگاه می سازد. اصلا چه ربطی به یه لوله نفت داره و قیمتش هم حالا خاطر هم نیست ولی ده یا 20 میلیون دلار بود من شرکت بریتیش کس جلسه گذاشت و گفت آه ما اصلا نمی‌خوایم اینو بگیم ولی قیمت لوله نفت اصلا مشخصه و ما چون که تو سودی نذاشتیم غیر ممکنه مپنا بتونه انجام بده بعدش هم این کاره نیست و شما چرا یه پروژه استراتژیک رو میدیم به یک شرکتی که اصلا در این راه سابقه نداره حالا بی احترامی نشه به شرکت مفنا از اون به بعد میدونم تجربه هایی در این راه کس کرد ولی در اون مقطع زمانی من اطلاع هم این بود که نداشت نیروگاه می ساخت حالا مفنا گفت که من میرم فایننس میرم با چینیا رفت اینا عقب جلو انقدر معتر شد اینقدر مشکلات شد و درست نشد که اینم یک فرصتی بود که ایران از دست داد پنجمین یک سرمایه گذاری 29 میلیاردی بود که شرکت شل میخواست در ایران انجام بده این بهش میگن گاز تو لیکوید یعنی یک پروژه که هست که گاز طبیعی و تبدیل به سوخت مثل مثلا گازوئیل بدون سولفور میکنه در اون مقطع زمانی شل سرمایه گذاری که میخواست بکنه بزرگترین کارخونه جی تیل در دنیا بود که یک پریزنتیشنی شد به هیئت مدیری شل و ایران ردبندی شد ما ردبندی کردیم ما تیم ایران بودیم این ردبندی کنم آرژانتین توش بود مالزی بود مصر بود یکی دو تا کشور دیگه ای بود قطر توش اصلا نبود ایران رده یک بود به خاطر تاخیراتی که در ایران بود و مشکلات قراردادی این تاخیر خورد تاخیر خورد من قشنگ یادمه که خبر به ما دادن که شیخ قطر دعوت کرده از مدیر کل شل که بره قطر رفت قطر و تمام چیزهایی که میخواست بهش دادن و شیخ قطر گفت من میخوام این پروژه بیاد قطر نه به ایران من هر چیزی که میخواین به شما میدم از از قدار دادی، گاز اتس و در اون موقع حالا تاریخ رو بخوایم بدونین شل در قطر اصلا دفترم نداشت جای پایی نداشت و این پروژه 29 میلیاردی که الان شده پروژه پرل در قطر و فازهای بعدیش هم انجام شده آخرین گل خودی از دست دادن فرصت تولید نفت و گاز از دریای خزر شرکت های خارجی که مثل شل لزمو در, در دریای خزر میخواستن اکتشاف بکنن و تولید بکنن ولی زمینه سرمایه گذاری قراردادایی که بود اصلا نامناسب بود و اینو, اینو به دولت ایران گفتن ایران در عوض تصمیم گرفت که کبکو یعنی خزر پترولیوم رو ایجاد بکنه که الان 25 سال خب چاه زده اکتشاف کرده منابعی رو پیدا کرده ولی تولیدش صفره برای من به عنوان یک متخصص مهم تولیده چون این تولید که ایجاد درآمد میکنه و 25 سال اینا اکتشاف کردن لرز نگاری کردن چاه زدم ولی هیچ تولیدی نبوده و به نظر من این یک شکست بزرگی و بایستی در نظر بگیرید تمام کشورهای اون منطقه ترکمنستان قزاقستان روسیه و آذربایجان که در دور دریای خزر هستند همه اونها از دریای خزر تولید دارن غیر از ایران من به شما گفتم که واقعا ایران در یک کریدور انرژی شمال جنوب غرب شرق و الان میبینین واقعا این پروژه ها همین اگه همین شش فرصت و فرصت های دیگه هم هست ولی اگر همین شش فرصت انجام شده بود الان واقعا موقعیت ایران در صحنه انرژی منطقه و جهان شاید کاملا فرق میکرد برای همین من میگم این مسئله فرصت از دست رفته خیلی مهمه حالا یه نکته ای خدمتون بگم فرصت های از دست رفته چرا مهمه چون که یک سال قبل اتحادیه اروپا با آذربایجان یک قرارداد اضافه امضا کرد که گاز بیشتر از آذربایجان می‌خره. آذربایجانی که منابع گازش خیلی از ایران پایین تره ولی اروپا ترجیح داد که با اونها معامله کنه تا با ایران حالا تمرکز کنیم روی راه حالا. حالا من خدمتون بگم برای راه حلا من فقط یک نم و یک نمودار دارم به خاطر اینکه هر آنچه عیان است چه حاجت به بیان است به نظر من خیلی از این راه حلا شاید وقتی که من بگم برای شما هم خیلی واضح باشه اگر هست خیلی عالی من راه حل ها رو بگم و اینا راه حل های کلی ان اولا که حذف تخفیف ها به چین فروش نفت و گاز و پتروشیمی باید کنترل بشه و از این تخفیفات واقعا باعث ما خودمون رو جدا کنیم یک چارچوب قانونی باعث باشه برای قراردادهای نفت و گاز و عمل کردن به این تعهدات بین المللی که واقعا دوباره ما آبروی ایران رو در خطه نفت و گاز دوباره قوی بکنیم جلوگیری از فرار مغزا اصلا احتیاج به نمودار یا صحبتی نداره و فقط باید یک شرایطی باشه که جوانهای ما و متخصصین ما نرن از ایران و اگه نگاه بکنین هیچ کس هم, فکر هم همه ما اینجا مهاجریم هیچ کس علاقه به مهاجرت نداره من که مجبوره به نظر شخصی من و مهم اینه که تمام این سه رای حلا هیچ خرجی در حقیقت نداره هیچ سرمایه‌ای نمیخواد حالا بریم حالا سرمایه ما بسی سرمایه گذاری بکنیم در آم آموزش به کارکنان نفت و گاز ما ولی در حد جهانی خیلی مهمه و جذب سرمایه خارجی در بخش انرژی و خیلی از این سرمایه گذاری ها نه اینکه خارجی ها بیان همین چیز در کنترل داشته باشند شما میتونید قوانین خیلی مهمی بذارین که باید با مشارکت باشه شرکت خارجی نمیخواد مثلا 5,000 نفر خارجی رو بفرسته ایران که براش خرج داره زحمت داره اصلا نداره شاید 5,000 نفر در اصلا در کیسش که بیاره برای همین شما میتونید خیلی قوانین خوبی بذارین که این مشارکت ها برد برد باشه. و سرمایه گذاری برای آینده آماده کردن برای گذار انرژی امیدوارم قبول کرده باشین که گذار انرژی حقیقت داره و ایران هم تحت تاثیرش قرار میگیره و اینکه مسائل زیست محیطی که تو هست با سرمایه گذاری گذار انرژی من میتونم یه چیزی به شما گارانتی بکنم شرکت ها و پروژهایی که ما داریم باشون کار میکنیم با بانک ها با سرمایه اگر همه ای اینها فراهم باشه ولی مسائل زیست محیطی فراهم نباشه سرمایه گذاری رده یک درجه یک نمیان خود من سالها در نیجریه کار کردم با شرکت هایی که سرمایه های خیلی سودده داشتن ولی از نیجریه رفتن به خاطر مسائل زیست محیطی که نمیخواستن آبی روشون بده بر همین این, این مسئله رو باید واقعا جدی بگیریم آخریش هم که واقعا فکر کنم متوجه شدیم من خیلی طرفدار شدت و قوت به تولید نفت و گاز هستم ما یک درصد جمعیت دنیا هستیم ولی شاید دوازده تا سیزده درصد ذخایر نفت و گاز دنیا این برگ برنده ما هست که باعثی استفاده بکنیم حالا الان یا هرگز من سمیم خلاصه بکنم سه تا, سه تا نکتر رو امیدوارم که با شما و بینندگان داشته باشین یکی اینکه یک شکاف بزرگی هست من میبینم ذخایر خیلی بالا درآمد خیلی پایین زمان نقش مهمی داره و ما اون در یک مرحله خیلی مهمی هستیم در اون زمان و باید هر کاری که ما میکنیم به فکر های آینده باشیم چون که اونا به ما نگاه میکنن و ما را قضاوت میکنن و با سپاس سپاس از آقای لاکانی بابت توضیحات قابل توجهی که ارائه دادن همطور که ابتدای برنامه هم گفتم تعدادی از دانش آموختگان دانشگاه های معتبر بریتانیا و مهمانان دیگه اینجا هستند تا در ارتباط با توضیحات شما سوالاتشون و نقطه نظراتشون رو مطرح کنند من خواهش میکنم اگر سوالی دارید دستتون رو بالا بگیرید نامدار بقایی هستم سپاسگزار از صحبت بسیار خوبتون و اینکه مخصوصا متوجه شدم هم البرزی بودید هم امپریال کالج در نتیجه ارادتم صد چندان شد این سوالی که من داشتم و تر کرده بودم این هست که آیا ما به اون نقطه فرضی اوج نفت یا اون پیک اویل رسیدیم و یا هیچ زمانی در آینده نزدیک خواهیم رسید این رو چطور میبینید شما سپاس خواهش خواهش میکنم بایجزه. اگر به اندازه پریزنتیشنتون نیست پاسخه نه خیلی مختصر آی دکتر خیلی مچکه از سوالتون سوال اول بله این ایده ای که پیک فکر فکرم 20-25 سال پیش شروع شد ولی در اون مقطع زمانی فکر کنم پیک پروڈاکشن بود یعنی که آیا تولید نفت به یک جایی میرسه که ما کمبود نفت خواهیم داشت اتفاقاتی که در آمریکا افتاد که نمودارش هم دیدین فکر همه رو عوض کرد و این انرژی ترانزیشن بهش اضافه شد برای من الان خیلی واضحه که بله ما اوج نفت داریم ولی نه اوج تولید مشکل تولید نیست مشکل تقاضا یا دیمنده تمام متخصصین در پنج یا شیش سال آینده مصرف گازوئیل و مصرف بنزین رو به صورت افت میبینن چون که ماشین های برقی میاد برای همین شما درست میگین اوج نفت خواهد آمد ولی نه اوج تولید مشکل تولید و ذخیره نیست مشکل تقاضاست سوال دیگه ای رو هم میگیریم سلام ممنون و مچاکر. من مریم اصلانی هستم جامعه شناس و محقق و نویسنده از دانشگاه آکسفورد خیلی لذت بردم از پریزنتیشنتون سال من برمیاد از مسئله شماره پنج که شما مطرح کردین گذاره انرژی با توجه به اینکه مسائل اقلیمی یک مسئله ریژنال یا ترانزنشنال هست به نظر شما نقش همکاری و همفکری ایران با کشورهای منطقه در تامین انرژی کلین انرژی، گرین انرژی و انرژی‌های تجدید پذیر چه می‌تواند باشد. و میخواستم از شما بپرسم با توجه به تجربیاتی که در زمینه تولید انرژی نفتی و گازی به دست آوردین، به نظر شما چه, چه پتانسیل‌ها و چه محدودیت‌هایی برای همکاری بین ایران و کشورهای منطقه در حوزه تامین انرژی تجدیدپذیر در آینده ایران وجود داره؟ ممنونم. خواهش من اگر اجازه بدین مسائل انرژی تجدیدپذیر رو دوستانم همکارانم میان در موردش صحبت میکنن که تخصص بیشتری دارم ولی در مورد همکاری اصلا اصولا انرژی بگم من حالا تجربه من در نفت و گاز بوده ایران در حال حاضر برای همکاری برای انرژی با همسایگانش خیلی متاسفانه بد کار کرده من یه مثال شو زدم همون کرسنت پترولیوم شارژ آماده بود از ایران گاز بخره به دلار بده اصلا رفتی به تحریم نداشت ایران با ترکمنستان گاز خریده پولشو نداده با ترکیه همینجور برای همین شما وقتی که میخواین در منطقه مطرح باشین و تبادل انرژی بکنین خیلی رای مهم هست مثلا در ایران خب زمستان سختی هست مصرف گاز بالاست مصرف برق بالاست ولی در ماهای زمستان در کشوری مثل مثلا کویت یا مثلا امارات مصرف پایینه چون که در زمستان اونا به انرژی اونقدر احتیاج ندارن که در تابستان احتیاج دارن به خاطر کولر و مسائل دیگه برای همین ما میتونیم با همسایگانمون روابط انجام انجام شده ولی کامل و واضح و خوب انجام نشده ما میخوایم بهینه انجام بشه که ترکمانستان ما رو نبره دادگاه امارات ما رو نبره دادگاه ترکیه ما رو نبره و این احتیاج داره به یک روابط شفاف و بهینه خواهش میکنم خیلی ممنون کارشناس بعدی ما دکتر مشتبه قادی مشاور و تحلیلگر ارشد بازار انرژی هستند که به امکانات ایران برای دستیابی گسترده به انرژی های تجدید پذیر میپردازند دکتر قادی علاوه بر مطالعات و تحقیقاتشون در عرصه های فناوری برق و انرژی در طراحی برنامه و مدلسازی اقتصادی برای بسیاری از پروژه های کلان انرژی در استرالیا نقش داشتند از جمله در پروژه های موفق نیروگاه ترکیبی آینه های خورشیدی و طراحی ذخیره نیروی برق اونها که حدود سی ساعت پرواز کردن تا امروز اینجا همراه من و شما باشن. <applause> با عرض ارادت و سلام خدمت تمام حضار گرامی موضوع بحث ما درباره حرکت به سمت انرژی تجدیدپذیر تجدید پذیره که میبینید ما توی این ارائه میایم اول یه مقدار صحبت میکنیم درباره اینکه چجوری میشه از یه زمینه خاص رسید به یه زمینه خیلی بزرگ تو زمینه انرژی تجدیدپذیر تجدید پذیر ما در حال حاضر شاید توی کشورمون خیلی موقعیت فوق‌العاده‌ای توی انرژی‌های تجدیدپذیر نداشته باشیم اما بعد از این ارائه شما متوجه میشید که ما چقدر پتانسیل داریم یعنی در کنار نفت و گاز که ما خیلی پتانسیل وحشتناک بالایی داریم میتونیم روی انرژی‌های تجدیدپذیرمون هم سرمایه کنیم و مطمئن باشیم این کشور در یه طول یه زمان کوتاهی میتونه به یه نقطه خیلی خوبی از انرژی‌های تجدیدپذیر برسه مواردی که من تو این ارائه خدمتون دربارش صحبت میکنم در ابتدای نگاهی میندازیم به وضعیت انرژی های تجدیدپذیر تو ایران و جهان بعدش بررسی میکنیم وضعیت کشور استرالیا رو به عنوان یک کشور که پتانسیل های خیلی مشابه با ایران داره شاید این براتون سوال باشه چجوری در انتها براتون توضیح میدم و بعد از اون میایم نگاه میکنیم که برای توسعه انرژی های تجدید پذیر ما چقدر مدت زمان نیاز داریم برای اینکه بتونیم از وضعیت کنونیمون خارج بشیم به یه هدف مطلوب برسیم در این راستا باید چه طرحهایی رو اجرا کنیم و چه قدر باید برای اون هزینه انجام بشه تا برسیم به اون نقطه و در نهایت میگیم توی ایران چه انرژی های پذیری پتانسیل قوی دارن برای اینکه وضعیت کنونی ما رو عوض کنن برسیم به اون چیزی که میخوایم اما خب شاید اول کار براتون سوال پیش بیاد چرا استرالیا اگر تو نقشم نگاه کنی ایران اون گوشه است استرالیا این گوشه است از لحاظ فاصله هم این دو تا کشور خیلی،, خیلی با هم دورن به علاوه اینکه استرالیا از لحاظ جمعیت یک سوم ایرانه از لحاظ وسعت چهار برابر ایرانه خب چه چیزی این دو تا کشور رو خیلی شبیه میکنن؟ این منبع اصلی انرژی همون جوری که ایران صادر کننده نفت و گاز به تمام دنیاه استرالیا بزرگترین صادر کننده زغال سنگ به تمام دنیاست و این چه پیامدی داشته؟ این شکل رو ببینید همون جوری که ایران خیلی وابسته است برای تولید انرژی برقش به سوخت فسیلی مثلا دارید میبینید که ایران تقریبا توی اینجا 80 درصد انرژیش رو داره از گاز تعمیم میکنن مشابهش استرالیا کشوری که تا سالهای اخیر داشته تمام انرژیش رو از طریق زغال سنگ تعمیم میکرده اما در سالهای اخیر استرالیا چیکار کرده؟ این میزان از وابستگی رو کم کرده و تقریباً 30 درصد از انرژیش رو داره از انرژی های تجدید پذیر به دست میاره در حالی که ایران در حال حاضر یک درصد بیشتر نیستش در حال حاضر ما حوالی هزار مگاوات بیشتر انرژی تجدیدپذیر نداریم اما استرالیا 20 سال پیش نگاه کنید اینجا تقریبا 92 درصد از انرژیش رو داشتش از لغال سنگ تعمین می اما سال گذشته رسید به حوالی 33 درصد یعنی فقط 68 درصد داره زغال سنگ تامین میکنه اون چیزی که اینجا خیلی مهمه اینه که خب چرا بادم استرالیا چرا آلمان نه آلمان هم یک کشوریه که خیلی مشابه ایران جمعیت داره تکنولوژی داره در طی 20 سال همین 20 سال اونها 120 هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر نصب کردن چرا آلمان نه ببینید ما باید مجبوریم یک کشوری رو انتخاب کنیم که مثل ایران وارد کن... مثل ایران همیشه صادر کننده باشه آلمان همیشه وارد کننده سوخت های فسیلی بوده به خاطر این نمیشه با این کشور خیلی مقایسهش کرد هرچند ما تو سالهای اخیر یه ترهای از آلمان برداشتیم اووردیم تو ایران و ناموفق بوده اما واقعا ما 20 سال نیازمندیم تا بتونیم به نقطه‌ای که دلمون می‌خواد برسیم از صفر برسیم به سی درصد نه به این شکل نگاه کنید توی این شکل مقایسه وضعیت منابع انرژی ایران و استرالیا است استرالیا با آبی است. ایران با قرمز اگر نگاه کنید توی اینجا اویلن است برای ایران خب خیلی مشهوده اینجا برای زغال داره نشون میده که بر استرالیا همه برقش رو از زغال سنگ تامین اما چیزی که خیلی جالبه اینه نگاه کنید شروع حرکت استرالیا از سال 2010 بوده این خیلی جالبه یعنی ما نیاز 20 سال نداریم ما نیاز داریم به 10 سال و جالب تایشونه که اگر نگاه کنید ده سال پیش هیچ کس علاقه ای نداشتش به این که تو زمین انرژی تجدیدپذیر تجدید پذیر بیا سرمایه گذاری کنه اگر میرفتش بانک میگفت من وام میخوام یه دونه نیروگاه فرض کنید مثلا خورشیدی این خیلی ریسکیه بهت وام نمیدم خب یعنی اتفاقی که توی یک کشور مثل استرالیا انجام شد یه سرمایه گذاری خیلی عظیم انجام داد توی این تیک هست یعنی چهار پنج سال اخیر هفت سال اخیر خب یعنی نتیجه سرمایه گذاری یک کشور مثل استرالیا که من در انتها نشون میدم در ادامه کار بهتون نشون میدم چقدر پتانسیل ها شبیه ایرانه فقط هفت سال یا هشت سال طول کشیده اونا تو این هفت سال هشت سال به کجا رسیدن؟ به این سطح اگر نگاه کنه است، استرالیا در صدر بیشترین میزان تولید انرژی خورشیدی بر تعداد جمعیت توی کل دنیا است این یه دستاورد خیلی بزرگ در مورد استرالیا ولی با پتانسیل هایی که استرالیا داره و ایران داره خیلی ایران میتونه به این نقطه سریع برسه چه این به این نقطه رسیدن البته اول بگم که جاه طلبی استرالیایی برای اینکه این مقدار که الان سی خوردی درصد هست و به 80 درصد همچنان ادامه داره برنامه شون اینه که تو هفت سال خیلی زود برسن به 80 درصد اما خب برای همه اینها چه ترهایی انجام دادن که توی ایران هم کاملا قابل اجرا باشه طرح اول شفافیت اطلاعات شفافیت اطلاعات یعنی چی؟ یعنی یه وبسایت درست کردن تمام اطلاعات از صفر تا صد برای سرمایه گذار آماده شده شما برید داخلش اگه بخواید سرمایه گذار کنید میدید قدم اول اینه قدم دوم اینه سوم اینه چهارم اینه تا ته کار یعنی بسته رو برای شما آماده کردن ریسک رو اوردن مینیموم کردن حالا اگر شما به عنوان یه سرمایه گذار بخوای برید سریع خودتون تحقیقات انجام بدید به اطلاعات نیاز دارید دیگه اطلاعات دقیق ده سال اخیر در مورد قیمت بازار در مورد شبکه در مورد همه چیز رو براتون آماده کردن این باعث شده که ریسک برای سرمایه گذار مینیمم بشه خاطر اینکه راحت میتونه بیاد مدل سازی انجام بده بیاد سرمایه گذاری کنه توی این کشور بعدی خودسازی نیروگاه الان توی ایران ما 60 درصد خودسازی داریم 40 درصد میزانیه که توی بخش دولتی انجام شده این چیز خیلی عجیبی نیست اما من میخوام براتون یه مثال بزنم که چجوری خصوص سازی میتونه باعث بشه شما سرمایه گذار جذب کنید ببینید سرمایه گذار وقتی با خودش میاد توی کشور با خودش فقط پول نمیاره با خودش تجربه میاره با خودش سابقه های کاری میاره میاد بهترینش رو توی کشور ارائه بده به خاطر اینکه مطمئن بشه توی این کشور داره سود میرسونه و میخواد مولد مدت ایجاد کنه اون رابطه رو به خاطر همین من الان تو نشون میدم که توی NSW یکی از ایالت های استرالیا ما حوالی 100 درصد خوشتازی داریم توی کوینزن حوالی 40 درصد خب 45 درصد خوشتازی یعنی یه بخش عمدهش در دست مدیریت شبکه است در دست دولته اگر نگاه کنید به خاطر اینکه محیط NSW خیلی رقابتی تر از کوینزلنده یه عالم سرمایه گذار رو اومدن توی NSW سرمایه گذاری کردن ما هر چقدر بتونیم زودتر کار خودسازی انجام بدیم جذب سرمایه گذاری برای ما خیلی راحت‌تر انجام میشه خب بریم بعدی طرح تشویقی برای نیروگاه های طرح تشویقی برای نیروگاه های چیکار کردن؟ اومدن گفتن شما نیروگاه انرژی تجدید پذیر هستید هر واحد انرژی که تولید کنید من بهتون یه مدرک میدم این مدرک به چه درد میخوره؟ شما که نیروگاه غیر تجدید هستید انتهای سال باید ثابت کنید که چه مقدار از انرژی تجدیدپذیر تولید کردید خب اون که خودش تولید نکرده و چیکار کنه؟ باید بیاد از نیروگاهی که تجدید پذیر بخره همون کاغذه رو یعنی چیکار کردن؟ اومدم گفتم به نیروگاه های تجدید پذیر رو اینجوری تشویق کردن نیروگاه هایی که غیر تجدید پذیر بوده اینجوری محکوم کردن بهشون یه پنالتی دادن که از این طریق انرژی های تجدید پذیر بیان بالا این طرح شاهکار استرالیا است اومدن چیکار کردن؟ گفتن اگر شما یه واحد مسکونی هستید من به عنوان دولت بهتون یک سوم پولی که نیازه تا بیاید پنل های خورشیدی رو روی سقف خونتون رو نصب کنید من بهتون مجانی میدم دو سوم باقی میمونه دیگه تقریبا اون دو سومی که باقی مونده رو شما میتونید برید بانک وام بگیرید با درصد صفر یا یه درصد خیلی پایینی هر ماه قرار بودش چیکار کنید قرار بود پول برق بدید دیگه نیاز نیست پول برق بدید پول بانک میدید بعد از 5 سال سولار میشه مال خودتون دیگه پول برق نمیدید به خاطر اینکه شما برقتون رو خودتون دارید تامین میکنید تمام مردم ایران میتونن تو این دخیل باشن همونجوری که تمام مردم استرالیا دخیل بودند و در حال حاضر میزان انرژی که از این پنل های خورشیدی واحد مسکونی در میاد تقریبا سه اونیم برابر واحد های نیروگاهی بزرگه خب اینجوری شدن اولی توی دنیا بیشترین میزان تولید خورشیدی خب چیز خیلی سختیه؟ نه واقعا شدنیه توی ایران آ... بعدیش مناطق توسعه انرژی نو اومدن چیکار کردن؟ مناطق استرالیا رو دونه به دونه تقسیم کردن بعد نگاه کردن ببینن کجای این نقشه به درد نیروگاه های تجدید پذیر میکاره. اومدن مطالعات شبکه انجام دادن، مطالعات اقتصادی انجام دادن پتانسیل باد، پتانسیل خورشیدی همه چی رو در نظر گرفتن خب؟ این به چه درد میخوره بعد یا حتی مثلا دسترسی به خطوط انتقال خطوط انتقال آیند همه چیز هر چی فکر کنید در نظر گرفتن شما امروز سرمایه گذارید میخواید به داخل ایران سرمایه گذاری کنید اگر چنین طرحی اجرا شده باشه دیگه نیاز نیستش که وقت بذارید سرمایه بذارید خود شبکه براتون انجام داده دو سال وقت گذاشته دیگه نمیخواد هیچ کاری انجام بده به راحتی میتونید این کارا توی ایران انجام بده سرمایه انجام بدید ریسک اووردن پایین خب کار دیگه ای که انجام دادن حمایت از اولین خواه حمایت از اولین ها یعنی چی؟ سال 2017 اومدم گفتم بزرگترین باتری دنیا رو ما میخوایم بزنیم همه گفتم بزرگترین باتری دنیا؟ گفتم آره بزرگترین باتری دنیا اومدن یه مقدار یه, یه دونه ملاقات برگذار کردن یه شرکت با اسم نیومن فرانسوی اون بردش بعدش اومدن یه مقدار پول بهش تزریق کردن گفتن ما مجانی بهتون این پول میدیم فقط شما اینو بسازید اینو ساختن در سال دوم بهره برداری توی دو روز یک میلیون دلار این این باتریشون پول در آورد تو دو روز یک میلیون دلار همه جای دنیا پخش کردن ما چنین ظرفیتی داریم توی شبکمون اینجوری تونستن بازم سرمایه گذار جذب کنن یعنی از سوشال مدیا عالی استفاده میکنن این کشور هزینه نداره هزینه اینه نمیخواد که به راحتی تو ایران قابل انجامه سرمایه گذاری در تحقیقات توسعه اومدن و گفتن خب اوکی قراره ما این کار رو انجام بدیم کلی دانشگاه کلی مراکز توسعه و تحقیقات بهشون پول مجانی دادن گفتن این فان مال شما بدون بازگشت فقط برای ما تحقیقات توسعه انجام بدید خب و از این طریق حتی به خیلی از شرکت ها که اونها آدم استخدام نمی کردن تو زمین انرژی های تجدید پذیر گفتن شما بیاید یه سری متخصص بیارید توی شرکتتون ما هیچ تکسی از شما نمیخوایم هیچ چی میشه؟ مالیاتی ازتون نمیخوایم خب به همین سادگی خب این باعث شد یه عالمه آدم بیان توی این زمین ها تحقیقات کنن خب شما میگید این همه تر انجام دادن خیلی باید براش پول هزینه بشه نه خیلی پول هزینه نشد توی ده سال فقط 24 ممیز 9 میلیارد دلار هزینه کردن اگر شما فکر میکنید این خیلی مقدار زیادیه درآمد نفتی ایران پارسال به نقل از مهر نیوز برداشته شده از انجمن اطلاعات انرژی آمریکا 54 بودش یعنی با نصف پول درآمد نفتی یک سال میتونید برای ده سال برنامه بشینید پول خیلی زیادی نیست خب یعنی میشه دو میلیارد بر یک سال قابل قبوله اما برگردیم به ایران خب ما تو ایران میتونیم چی بسازیم فرض کنید همه این طرح رو دونه به دونه بخوایم اجرا کنیم روی چه انرژی تجدیدپذیری تجدید پذیری میخوایم سرمایه کنیم اولیش خورشیدی این این سمت که دارید نگاه میکنید پتانسیل انرژی خورشیدی توی استرالیا است این ایرانه نگاه کنید چقدر شبیه همه یعنی ما از این نقاط زرد نارنجی قرمز میتونید نیروگاه بسازید راحت میتونید روی سقف خیلی از خونه توی ایران بسازید پتانسیل ایران اصلا کمتر از استرالیا نیست شاید بگه کشورش بزرگتره دیگه نه کشورش هم بزرگتر نیستش الان نگاه میکنیم این پتانسیل ایرانه ما چقدر میتونیم ازش انرژی خورشیدی بگیریم 100 هزار مگاوات ایران اندازه کل تولیدش در حال حاضر چقدر 91 هزار تا یعنی بیشتر از کل تولید در حال حاضر ایران خب این استرالیا بودش دیگه فکر میکردید چون کشور بزرگتریه باید پتانسیل خیلی بیشتری برای خورشیدی داشته باشه این بخش وسط رو میبینید هیچ گونه سکنه ای نداره خطوط انتقال این خطا این خطایی که این گوشه دارید میبینید یعنی چی؟ یعنی تمام نیروگاهی که ساختن فقط همین گوشه است. در صورتی که برای ایران نگاه کنید خطوط انتقال رو ما هر جای دلمون بخواد راحت میتونیم بسازیم اصلا نیازی نداریم خطوط انتقالای خیلی بزرگ بکشیم به علاوه اینکه ایران علاوه خطوط انتقال خیلی کشور خوبیه اینو من نمیگم ما آمار میگه حالا مثلا خیلی وقتا شنیدید توی ایران میگن ما توی تابستون برق کم داریم این چیزا اینو بسازید نور خورشیدو بسازید خب به راحتی مطمئن میشید که توی طول تابستون هرچی چی هوا تر بشه انرژی خورشیدی بیشتر دارید هیچ نیازی ندارید که نیروگاهای گازیتون رو بیارید تو مدار که توی تابستون ظرفیتشون میاد پایین تر به خاطر گرما ما در حال حاضر 85 درصد از سوخت کل کشورمون نیروگاه گازی یعنی از این 91 هزار تایی که اون بالا میبینید 85 هزار دارن سوخت مصرف میکنن اگر شما هر مقداری که دلتون خواستش اگر خورشیدی بیارید داخل مدار به همون نسبت از سوخت مصرفی گازتون کم می‌کنید اینو میتونید به کشورهای دیگه گرون بفروشید توی ایران ارزون ما داریم دلارمون رو آتیش میزنیم خب میتونید به گرونتر به خیلی از کشورهایی که ندارن بفروشیم خب اما انرژی مکمل نیاز داریم انرژی مکمل نیاز داریم یعنی چی یعنی اگه خورشید شب بشه چیکار میکنیم هیچ باید بریم دنبال انرژی تجدیدپذیر مکمل خورشید انرژی تجدیدپذیر مکمل چیه باد اگر اینجا نگاه کنید این 24 ساعت روزه اون سبز میشه بادی زرده میشه انرژی خورشیدی دقیقا ببینید ابتدای روز انتهای روز یه عالم باد دارید وسط روز خورشید دارید یعنی یه پترنی شده که فقط این زبدرها رو ندارید این زبدرها رو چی پر میکنه؟ نیروگاه گازی خب از ظرفیت نیروگاه ایران چقدر میتونه باشه بادی بر اساس اطلس انرژی بادی ایران ما میتونیم حوالی چهل هزار مگاوات هم نیروگاه بادی داشته باشیم خب که مقدار قابل قبولیه یعنی ما تقریبا میتونیم سال هزار مگاوات نیروگاه تجدید پذیر داشته باشیم اما بیشتر این ها کجاست؟ قذبین، آذربایجان شرقی البرز و خراسان سیستان اینها بیشترین پتانسیل در حال حاضر جالبش هم اینه که خیلی از این استان‌ها استان‌های آسیب ای هستن ما اگر بیان نیروگاه تجدید پذیر اینجا بسازیم چه اتفاقی میافته؟ ما نیروی کار نیاز داریم اونها میتونن بیان اینجا کار کنن وقتی توی شهر شما یه عالم سرمایه گذاری میشه مسلما قدرت استان بیشتر میشه من یه چیزی هم خیلی کوتاه بگم که در حال حاضر ما نمیتونیم سرمایه گذاری کنیم توی انرژی باد به خاطر اینکه غیر پلن هامون غیر قابل توجیه خیلی ما تعرفه هایی که در حال حاضر میدیم تا سرمایه گذارها بیان و توی زمینه بادی مثلا سرمایه گذاری خیلی پایینه آخرین اسلاید که یه کوچولو میمونه ذخیره شما حتما اگر باد میخواید بذارید خورشیدی میخواهید بذارید کنارش بعد ذخیره ساز انرژی بذارید به خاطر چی به خاطر اینکه نیاز دارید فرکانس شبکه رو کنترل کنید چون اون انرژی هایی در حال حرکت و بازی کردن هستند دیگه یه خورده تکنیکاله ولی مهمش اینه که ما نیاز داریم به باتری نیاز داریم به باتری پلن های باتری پلن های اقتصادی برای باتری در حال حاضر توی دنیا من خیلی تو این زمینه کار کردم بهترین پلن های اقتصادیه یعنی شما اگر باتری بذارید بین کنار رینیوبلتون خیلی خوب جواب میده خیلی خوب میتونید ازش پول در بیارید و شبکتون رو کنترل کنید اما جالبش اینجاست ببینید برای باتری شاید بدونید شما به لیتیوم نیاز دارید لیتیوم عنصریه که نیاز دارید تا باتری بسازید در حال حاضر این این قسمت داره نشون میده ذخایر تایید شده معدن لیتیوم تو, تو, کل دنیا کجا هست این نشون میده شیلی با 9.2 میلیون کجاست اول تو دنیا ایران چقدر ذخیره داره بر اساس این خبری که خود دولت مردان ایران گفتن 8.5 میلیون یعنی ما میتونیم بیم دوم دنیا لیتیوم دیگه به چه درد میخوره فقط باتری با خودروهای الکتریکی تمام باتری های دنیا گوشی موبایلی که دستتونه تماما همشون میشن باتری یعنی من معتقدم این هشتانی میلیونی که الان داریم به اندازه پول نفت ما میتونه برای اون پول دریاره نفت شاید یه خورده الان ما بهش با دیده اونجوری نگاه کنیم که داره کم میشه ولی این داره زیاد میشه دیمند این داره میره میچست می به سخف خب پس به خاطر من مطمئنم که اینو اگر ما در نظر بگیریم ما بیایم دوم بشیم در حال حاضر استرالیا بازم تا استرالیا استرالیا شده به خاطر این گفتم کشورش به شدت شبیه ایران است نکنید استرالیا در حال حاضر با 57 هم اول توی دنیا ما میتونیم بیایم این جایگاه هم بگیریم فقط با استخراج ما کم نیرو متخصص توی ایران نداریم برای استخراج و آخرین شکل که زود تمومش کنم اینه که نقشه خط انتقال حال حاضر ایران ببینید ما فرض کنید توی ایران یه عالمه نیروگاه پذیر درست رو کردیم باتری گذاشتیم یه عالم ظرفیت داریم خب ما کلی کشور بغل دستمون داریم که علاوه بر نفت اینا توی انرژی های الکتریکی هم خیلی کشورهایی که نیازمند ساپورتند ما به راحتی میتونیم این انرژی های تجدیدپذیری که اینجا درست کردیم و به این کشورها بفرستیم این قرمز هایی که ببخشید نارنجی که میبینید و آبی هایی که اینجوری میبینید خطوط انتقالی که در حال حاضر وجود دارن. فقط ما باید اونها را قوی تر کنیم یا یه خورده بستشون بدیم تا بتونیم این انرژی که این همه پتانسیل داریم توی ایران رو به این کشورها بفرستیم شاید باورتون نشه ولی من همون قدری که شما به نفت اعتقاد دارید من به انرژی تجدید پذیر اعتقاد دارم نه برای اینکه کارمه به خاطر اینکه میدونم این آینده دنیاست میدونم اگر نفت و گاز به دلیل مشکلات محیطی خیلی داره کم میشه داره میشه روی این قسمت با تشکر از سی ساعت پرواز اصلا جتلک اثری نکرد 24 ساعت پرواز بوده بدن من فکر کرده بعد از 24 ساعت همون اتفاق افتاده اصلا جت لگ سپاس هستم از توضیحاتتون خب برمیگردیم به هزار برای سوال ها فقط خواهش میکنم که بیستید و خودتون رو معرفی کنید خب اولین سوال رو از اونجا سلام خیلی ممنون از ارائه قشنگتون و من منشته که امیدمون رو در مورد عرصه انرژی ایران بردین بالا من آناهیتا حسینی هستم فارغ و تحصیل دانشگاه کمبریج در سیاست گذاری تکنولوژی و رشته اقتصاد دانشگاه علامه تبا طب تهران ام... م... چیزی که من متوجه شدم اینه که ظرفیت تولید انرژی تجدیدپذیر و حالا حتی شاید صادراتش هم در ایران بسیار بالاست با توجه به اینکه ظرفیت بلا استفاده بوده طی سالها و ممکنه حالا یک کانتکست تعارض منافع یا سیاسی یا هر نوع فرهنگی حتی وجود داشته باشه برای چه مصرف چه تولید انرژی های تجدید پذیر به نظر شما چه چالش هایی وجود داره برای این انرژی ترانزیشن توی ایران به سمت رینوابل انرژی و اینکه حالا در راستای ساستینیبل دیولپمنت گول شماره پنج شماره هفت بتونه ایران جزو کشورهای پیشرفته در دنیا باشه خیلی. سوال خیلی خوبیه ببینید در حال حاضر توی کشور ما 60 درصد خصوصی 40 درصد ما بخش دولتی رو داریم قبوله ببینید وقتی اگر این بشه 95 درصد یا 5 درصد فقط دولت نگه داره برای خودش بعد شما چه اتفاقی میفته میخواید فرض کنیم شما یه سرمایه‌گذار رینیوبر هستید میایید داخل سیستم سرمایه گذاری میکنید میایید اون نیروگاهتون رو میزنید میخواید بیاید توی بازار شرکت کنید میایید یه پیشنهاد قیمت میدید که خیلی پایین‌تر از گازه درسته اونجا به طور خودکار شما وارد سیستم میشید و گاز مجبور خارج بشه تکنولوژی راهش رو پیدا میکنه خب شما اگر بیایید وارد مدار بشید من راهی ندارم به خاطر که من گیرون تر از شما دارم میخرم من باید یواش یواش خودم خارج کنم نمونه بارز کمپانی ای جی توی استرالیا اونا یه عالمی نیروگاه حرارتی داشتن نیروگاه لغال داشتن به محضی که ظرفیت نیروگاه های تجدید پذیر سیاد شد گفتم خدا نگهدار شما به خاطر اینکه من نمیتونم رقابت کنم با اون قیمت آره اون تعارض منافعی که داری میگی درسته ولی وقتی بازار آزاد باشه همه بتونن خودشون نظرشون اعلام کنن بیام با چه قیمتی اتفاقی که میفته چیه مجبور خارج بشه راهی نداره به این نقطه که ما میگیم تکنولوژی راهش رو پیدا میکنه به خاطر اون من نگران اون قسمت تعارض منافع اونجوری خیلی نیستم مگر اینکه بگیم ما آره با همین سیستم میخوایم پیش بریم اون وقت شما پیشنهاد قیمت میدید دولت خودش نیروگاه داره خب حاضر نیستش که خارج بشه یه جوری شما رو زمین میزنه ولی فضا که آزاد بشه به نظر من خیلی راحت حل میشه سپاس فرصت برای یک سوال دیگه داریم مهمان بعدی مونید خیلی کار سختی بود ببخشید سلام عرضم آقای دکتر خیلی ممنون از توضیحاتو من آدم خودخواهیم میخوام یک سوال خودخواهانه از شما بپرسم فرض کنید الان ساعت 24 منم یه مسئولی هستم تو مملکت شما از استرالیا دعوت میکنم به ایران به مشاوره بدین میخوام ببینم که همین الان با توجه به شرایط کشور یعنی کشوری که از فساد سوء مدیریت رنج میبره خسته از جنگ خسته از تحریم هاست فشار اقتصادی زیاده شرایط برای تولید انرژی بحرانی همونجوری که هم شما اشاره کرد آقای لاکانی من میخوام الان از شما بخوام بپرسم بگم الان استراتژی شما با این شرایط موجود و با این وضعیت چون شما مثلا فرض کنید مگه اگر قرار باشه من روی میادین نفت و گازم سرمایه گذاری کنم حداقل با 250 میلیارد دلار پول داشته باشم خب روی انرژی های در واقع تجدید پذیرم عدد ها عدد های قطعا بالایی خواهد بود با توجه به این شرایط شما یک استراتژی بخواد به من بدید ببین اولین گام من چه باشه برای اینکه اتفاقی نیفته بحرانی ایجاد نشه من مملکت و من مملکت رو مدیریت کنم چیه ببین در حال حاضر ممنون از سوالتون واقعا نکته کلیدیه ببینید در حال حاضر توی این کشور ما کاری که فرض کنیم از فردا به نقطه می‌رسیم که میتونیم شروع کنیم به کار خب ببینید ما واقع بینانش تا یکی دو سال اول فقط مجبوریم برنامه ریزی کنیم خب نمیتونیم خیلی حساب کنیم برای اینکه چه اتفاقی میفته و چه جوری این نیروگاه های پذیر رو وارد سیستم کنیم امکان وجود نداره باید کشور به یه نقطه برسه که به ثبات برسه بعد من فکر این هستم که تو این دو سال ما میتونیم مثلا بیایم ساختار اطلاعاتیمون رو درست کنیم هزینه ای نداره ما میتونیم بیایم مثلا روی قسمت واحد های مسکونی تا چی کنیم دقت کنیم که هزینه خیلی وحشتناک بالایی نداره میتونیم تخفیف و سوبسید بدیم که اونها رو رشد بدیم ولی در کنارش ما باید یه بستر آماده کنیم برای حداقل دو سال مثلا اینکه بیایم فکر کنیم چه جوری میتونیم کجاهای شبکه پتانسیل خیلی خوبی داره برای سرمایه گذارها بعد از اینکه این اتفاق افتاد اگر ما یه تعریف خیلی خوب برای سرمایه گذارها در نظر بگیریم چیزی که حوالی 18 سال پیش بود ولی ما از آلمان ورداشیم یه تر تره فراد اون مرسانا گذاشتش و نیرگاه های بادی از سرمایه گذار خارجی اومدن بعد گفتش نتونستن دوباره بمونن به خاطر تغییر قیمت دلار و ریال نرخ تغییر کرده خیلی اون وحشتناک شد ولی اگر ما کشورمون صبات داشته باشه من بهتون قول میدم خیلی علاقه دارن شاید در زمان کمتر از من الان توی قشنگ اون ته تکنولوژی استرالیا هستم شاید در کمتر از یک سال ما بتونیم کلی سرمایه گذار خارجی رو بیاریم داخل و از این بحرانی که حال حاضر هستیم توش بیایم بیرون شاید شما بگید دو سال خیلی ولی من میگم دو سال میشه به خاطر اینکه تجربه شو دارم یعنی دیدم یه چیزی میگم و آخرین آخر صحبتم قول میدم آخرش باشه ببینید کمپانی تسلا باتری بزرگ استرالیا تو استرالیا جنوبی رو گفت من توی صد روز میسازم تحویل میدم میرم بیرون وگرنه بهتون اینو مجانی میدم توی صد روز باتری به اندازه صد مگاوات و ساخت اومد بیرون رفت محیطش که آماده باشه مطمئن باشه توی این زمین پول میاره بهتون قول میدم زمان طولانی طول نمیکشه شو اراده جدی هم باشه مثل شما بسهرم. مستشو. بسهرم. مستشو. بسهرم. بسهرم. و سرانجام کارشناس بعدی ما دکتر شایان نیک هستند که تحصیلات عالی خودشون رو در دانشگاه های بیرمنگام انگلیس و این ام تگزاس در رشته مکانیک و انرژی به پایان رسوندن و در حال حاضر با سازمان انرژی تگزاس همکاری میکنند. ایشون علاوه بر ثبت اختراع در زمینه تکنولوژی های جدید انرژی مفتخر هستند به دریافت جوایز از اتحادیه مهندسین انرژی آمریکا، مرکز سرمایه آفرینی مکفرین و انجمن تحقیقات انرژی تگزاس. پریزنتیشن ایشون در ارتباط با چشمانداز صنعت انرژی در ایران هستش. خواهش میکنم بفرمایید. مرسی از همه خیلی بهتون اول تسلیت میگم سالمرگ جینا و جینا ها رو خیلی نزدیکیم به این موضوع امیدوارم که همه او در ایران آزاد به زودی ببینم خیلی خوشحالم خورسندم که خودم رو تو جمعی از نخبگان از نسل های مختلف دارم میبینم از سنین مختلف از جای مختلفی که به اینجا اومدین خیلی ممنونم که به ما گوش میدین امیدوارم که من بتونم مفید واقع باشم آم، وقتی که از انرژی صحبت میکنیم به طور کلی به طور مثال در آمریکا 24 درصد این در تگزاس به طور مثال از باد میاد و 60 درصد بقیهش معمولا سوختای فسیلی هست، بنزین هست، دیزل هست، کرسین هست، سوخت هواپیما ها هست یعنی فقط ما درباره برق صحبت نمی کنیم یک, یک کامله که باید این تامین کننده رفاه جامعه باشه یه مملکت سه تا ستون اولیه داره برای اینکه بتونه چرخش درست به چرخه رفاه به وجود بیاد فقر کاهش پیدا بکنه و یک توسعه پایدار داشته باشه اون سه تا فاکتور اولش آبه بدون آب نمیشه زندگی کرد قاعدتاً غذا میخوایم که بخوریم و برای تولید هر دو تای اینها به انرژی نیاز داریم اگه هر کدوم از اینا توش کاهش یا نقصانی باشه نتیجتا فشار به دو ستون دیگه میاد مسلمه خب نمیدونم چند نفر شما مثل من تجربه قوتور شدن در دریاچه رضای ارومیه رو داشتین در گذشته ولی این حال و روز الانشه در نتیجه اگه نجنبیم همین آب باریکم هم شاید توی ایران کم کم از بین بره و موقعیت ایران تو موقعیت بسیار بسیار حساسی امروز از منظر دیدگاه من ما سه تا مرحله داریم تا به یک ایران آباد برسیم توی مرحله اول باسازیه اون چیزی که در دستمونه در چنگمونه بعد به نحو بازسازی بشه به یک ثباتی برسه یک آیدی مشخص داشته باشیم یک درآمد مشخصی داشته باشیم که با توجه به اون درآمد بتونیم نوسازی بکنیم توسعه بدیم همونجوری جوری که آقای لاکانی فرمودند در حال حاضر ما حدود سه میلیون بشک نفت تولد کنونیمون که در سال 1157 با همت مردم ایران و شاه فقید از 6 میلیون رسیده به سه میلیون یعنی ما در حال حاضر نصف تولید 50 سال خودمون رو داریم انجام میدیم و این واقعا تاسفواره واسه کشوری که این همه مخازن داره علاوه بر این که 60 درصد این ماجرا حدود 46 درصد عزم میخوام 46 درصدش به مالزی میره و قاچاقهای به چین صورت میگیره در دریاها یعنی ما در استرداد نفت پول الزاما وارد نمیکنه ممکنه کالای اولیه وارد بکنه یا ممکنه این قاچاقچی بازی که این دوستان در میارن خرج چیزایی بشه که امور سیاسیه و الزاما مستقیما تو جیب مردم ما نمیره مسئله بعدی مسئله تولید برق در ایران هزینه خیلی زیادی روی انرژی هسته ای دادیم که تولیدش کمتر از یک درصد در حال حاضر توی ایران که تاسفاره دبی نزدیک فکر می‌کنم 20 درصدش با ای میاد ولی اینقدر تاوان نداد که ما یک درصدمون این همه تاوان دادیم در این مدت و 81 درصدش از گاز طبیعی میاد خب سه سیستم تعریف شده در دنیا وجود داره برای این مسئله که از گاز بتونیم برق درست کنیم بسیار بسیار آینده ای ما رو روشن میکنه که ما اینقدر گاز داریم چون یکی از راهکارهایی که در کوتاه مدت به سوددهی برسونیم سنت که از گاز طبیعی استفاده بکنیم بسیار ساده است اما در ایران یه سری مشکل هست 15 درصد از راندومان گاز ما به خاطر در فصول گرمند بچه که بودم همیشه جیره‌بندی بود یا آب یا برق یا آب یا برق یکی از اینا جیره‌بندی بود ولی در یه سری فصول خاص اتفاق می‌افتاد معمولا اما الان به خاطر تبخیر استهلاک بالای دستگاه هایی که داریم کاهش افت فشاری که توی خط لوله‌هامون داریم تو هر دوازده ماه سال ما دیگه قطعی داریم و هرچی جلو بریم بیشتر میشه یه مثالی هست مثلا شما فکر کنید یک ماشینی دارین یه 20 سال اینو روندین یه روزی این خراب میشه دیگه روشن نمیشه اینو شما که به تعمیرگاه من این تعمیرگاه میگه این دیگه به خرج افتاد اینو شواز کنم اینش بعد عوض شه اینش عوض شه بعد اینش عوض شه دیگه مجبورین یا چیز رو توی اون ماشین یه سری زیادی از قطعاتشون رو عوض کنین سیس حال حاضر سیستم رها شده ای ایران از اون ساختار زیربنای انرژیش همین داستانه که به خرج افتاده و ما امکان تعمیرش رو نداریم راندومان های ایران میتونیم بگیم حدود 400 تا این تحقیق هاست گروه اونوس ایران سنس انجام شده و ما میتونیم خیلی راحت بگیم که ظرفیت واقعی تولد برق ما نصف چیزیه که جمهوری اسلامی داره الان گزارش میده و این انحصار قدرت قدرت هم معنای قدرت سیاسی و هم قدرت برق به معنای کلی باعث شده که ما بین 12 تا 15 هزار مگاوات تفاوت داشته باشیم بین عرضه و تقاضا یعنی جمهوری اسلامی امکان نداره که بتونه این اختلاف رو حالا حالا جبران بکنه به خاطر اینکه پول کافی رو نداره یک مورد دو مثلا یاران های پنهانیه که وجود داره ببینید مثالش میشه بگیم بنزینه نرخ حلی تولیدی بنزین در ایران بین 20 تا 25 هزار تومن 3 هزار تومن فروخته میشه پس دولت داره سوبسید میده اگه دولت سوبسید بده از جیب شما نمیره ولی به صورت پنهان از سفره شما میره اون چیزی که قول داده بودن نفت مجانی خیال بیش نبود اگه مستقیم از جیب شما بره باز هم دوباره از سفره شما میره پس فرقی واقعا نداره مسئله دیروزود داره سوخت و سوز نداره جمهوری اسلامی بعد بره که این مشکل حل شه وگرنه با هیچ سیستمی که مدیریتی درست نداره قابلیت اصلاح در واقع توش وجود نداره هر چقدر هم نخبگان توش کار بکنن موضوع بعدی که خیلی اینجا باید بهش دقت کنیم یک،, یک تعریفی در اینجا وجود داره به اسم شدت انرژی یعنی که شما چقدر انرژی مصرف میکنید که یک کالا تولید بکنید مثلا بهش میگن تولید ناخالص ملی من چقدر انرژی مصرف کنم که یه خودکار درست کنم شما اگه کاری اصلا به کشورها نداریم بیایم دیگه قاره نگاه کنیم چون وضعیت ایران خیلی خراب تنگ بیایم مثلا به جهان نگاه بکنیم مقدار انرژی که داره در جهان مصرف میشه که کالا تولید بشه رو به شما همین عدد واسه آسیا جنوبی اتحادی اروپا ترکیه نگاه بکنید همشون در حال کاهشن حتی جهان عرب که داشت یک کمی به سمت سعودی پیش میرفت کنترل شده و به خط صاف تبدیل شده یک شیب خطی رو در پیش گرفته و ما اینو خیلی می پسند، یعنی ما خیلی دوست داریم که یک روند ثابتی باشه حالا با مقداری شیب رو به کاهش این نشون میده که من میتونم الان بگم ده سال بعد آیدی من از نفت اینقدره میتونم تخمین بزنم میتونم برنامه ریزی بکنم خب ایران فقط سعودیه بدتر اینه که این خط ثابت هم نیست یعنی افت و خیز داره این توی سرمایه گذاری و اقتصاد سمه که من نمیدونم اگه امروز این میلیون دلار سرمایه گذاری کردم فردا قرار واسه این میلیون دلار من چه اتفاقی بیفته و این خیلی نکته مهمیه حالا یه سیستمی که داریم فرتوت گذشته است قدیمی پولم لازم داره خیلی هم عریض و طویله کسری بوجه هم داریم به گفته خود آقای رئیسی چهار روز پیش گفتن من دولت رو تحویل گرفتم با 835 همت کسری 830 همت یا هزار میلیارد تومان کسری بوجه خیلی عده بزرگیه یعنی به راحتی قابل جبران با این مدیریت ها نیست و جالبترش اینه که من وقتی که صحبت این رو گوش دادم آقا رو گوش دادم برگشتم من دارم اشتباه میکنم یا ایشون به خاطر اینکه ایشون مثبت بود بعد متوجه شدم که اون مقدار منفی بودنش کم شده ایشون به عنوان رشد از ازش تلقی کرد که در واقع این غلطه در ادامهش من برنامه ریزی کردن گفتم خب ما یک خب میدونین که پالایشگاه تو ایران اولین پالایشگاه ایران 1296 در آبادان بزرگترین پالایشگاه دنیا ساخته شده دومین پالایشگاه که برمیگرده به کرمانشاه سال 1301 درست شده این که اصلا یه من به خودم تلنگره که یک تکنولوژی وارد ایران شده و این بومی سازی نشده تو 101 سال این, این واقعا یه همت جمعی میپذیره که ما فرهنگ کارمون نگرشمون رو به دنیا کم عوض کنیم اون چیزی که سرمایه گذاری میکنیم وارد میشه اون رو مال خودمون بکنیم به دستش بیاریم که به جای اینکه با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین کنیم و بگیم ما از غرب جداییم و اقتصاد جهانی جداییم و اینها اون تکنولوژی و آنش رو به دست بیاریم که به معنای واقعی مستقل شیم آقایون اومدن با هم نشستن دوره هم که این مازوت رو حلش کنن گفتن که ما خیلی مازوت میسوزونیم و تولید پالایشگاه بالا بریم کسی بوجمون از پالایشگاهی که داریم جبران کنیم مجموعا 45 میلیارد دلار تحریزی کردند قرار بود که تا سال تا دو سال بعدش 200 هزار بشکه در روز تولید ایران بالا بره این 200 هزار بشکه شد 30 هزار بشکه که معلوم نیست چقدرش مازوته یعنی ما مازوت هم این رقم ها مشخص است که چی داره دقیقا میاد چون آماری در ایران به صورت واضح بیرون نمیاد پس اولین مسئله اینه که ما با اون سیستمی که داریم ایستگاه های برقی که داریم تولید برقی که داریم پالایشگاهی که داریم مخازن گازی که داریم بتونیم اینا رو به یک ثبات سازی بکنیم که به یک ثبات برسیم چرا ایران بی ثبات حالا هستن اولیش تحریم دیگه یعنی این آقایون نتونستن یک دوست تو دنیا پیدا کنن که این دوست بتونه بهش کمک بکنه در یعنی کشورهایی که نزدیکن به جمهوری اسلامی واقعا اینشون آنچنان تکنولوژی ندارن و اگر میخوان چیزی رو وارد کنن با حد اکثر هزینه دارن اون کارو میکنن مساله برای تولید ناخالصه یعنی ما واقعا یه کشوری بودیم که متکیه بر نفود اقتصاد ما و چیزای زیادی رو تولید نکردیم که اینا رو بفروشیم درنچه نمیتونیم منبع درآمد دیگه ای داشته باشیم که به این صنعت های دیگه کمک بکنه موضوع بعدی مسئله مالی طرح ما هیچ تأمین مالی نداریم ثباتی وجود نداره که بخوایم طرح مالی اصلا بریزیم فناوری هم خب سالهای سال نتونستیم تو هیچ زمینه ای من میتونم بگم ب... یعنی پهبادم که میگم به نظر من شوخی جو... شوخی بیش نیست و وقتی که همه این فشارهای بیاد به سیستم شما آلایندگی مازود و و و شما یه فشاری رو به محیط زیست میاریم آبتون کم میشه برای خونکسازی این سیستم ها با آب نیاز داریم. در نتیجه مشکل محیط زیستی ایجاد میکنه یعنی هزینه ها جای دیگه خرج میشه در واقع وقتی بیدرایتی باشه مسئله مصرف داخلیه این یک دروغ محضه که مردم ایران اصرافگران در مصرف مردم ایران اصلا در زمینه این مصرف انرژی اصرافگران محسوب نمیشن مشکل اونجاییه که سامسون با ارج با هم درست میشه ما همچنان در ایران کولر آبی پوشالی میبینیم و سامسونگ بزرگترین تولید کننده هواساز ها و تهویه هوای دنیا میشه با این اسم رسم ما نتونستیم پیشرفت آنچنانی توی مصارف خونگیمون ایجاد بکنیم موضوع بعدی میزان صادرات صادرات با یک میلیون حدودا بشکه قاچاق بیفایده است با تخفیف های ویژه و صادرات آنچنانی صورت نخواهد گرفت مثلا قیمت انرژی که بنزین یک مثالشه با با های پنهان بازار رو مدیریت کردن بازار آزاد رو از بین میبره بازار آزاد از بین بره رقابت از بین میره و میشه این چیزی که امروز هست که 98 درصد سیستم انرژی زیر ساخت انرژی ایران متعلق به دولتیه که مالیات رو میگیره اما پاسخون نیست ولی یه چیزی که خیلی نظر منو جلب میکنه که خیلی به نظرم بیانگر اینه ببینید تو ده سال گذشته رهبر جمهوری اسلامی اومده گفته که من اقتصاد مقاومتی درست میکنم هزار هزار تا از این حرف های علکی گفته شده ولی واقعیت اعداده، اعداد چی میگه میگه که شما به سال 2008 اگه برگردین رکود اقتصادی اتفاق افتاده رنگ سبز دنیاس قرمز ایرانه موقعی که اقتصاد دنیا شکست خورده مقداری یا کلاس کرده ایران هم اقتصادش یه ذره افت کرده شما اگه کووید دوران کرونا رو نگاه کنین سال 2020 همین اتفاق افتاد یعنی هر وقت که اقتصاد دنیا ضعیف شده همون روند رو ایران هم طی کرده ولی یه فرق داره شما بین سال 2010 تا 2019 رو نگاه کنین تو رنگ سبز خط نسبتاً ثابت دنیا در یک ثباتی جلو میرفته تو این فاصله ایران تحریم های با ما اومده اقتصاد خراب شد یه چند ماهی لغو شده رفته بالا دوباره تحریم های ترامپ اومده دوباره افت کرده این بیستوباتی کشنده است واسه یک اقتصاد و اصلا ما نتونستیم یک اقتصادی جدایی از اقتصاد دنیا واسه خودمون درست بکنیم که اینقدر مدعی این صحبت ها باشیم و واقعا تاسف وقتی آدم نگاه میکنه چون شما تصور کنید یک فاصله ده سال است یعنی یک بچه ای که دوم دبستان بوده تو ایران تو این زمان به دیپلم رسیده و آماده وارد وارد شدن به بازار کار بوده یعنی این نسل سوزی که میگن معنی واقعیش اینجاست یک میانگین نظر سنجی شده از خبرگان در خصوص عوامل تاثیرگذار بر آینده تامین انرژی در 1420 اولا که از دهه یعنی امتیازات از صفر تا دهه هرچی بیشتر میشه تاثیرگذارتره تاثیرگذارترینش تشدید تحریم هاست امکان وقوع تقابل نظامی سرمایه گذاری خارجی بعد از اینا تازه سیاست داخل است یعنی داخل اتفاقای داخل کمتر تاثیر داره رو قیمت ها. رو انرژی من اگه بودم استفاده می‌دادم حداقل کاری که می کردم. از همه ناراحت کننده تر ایمنی مباحث مربوط به بهداشت در نظافت و من لیمان و هزینه های زیست محیطیه یعنی هر آن چیزی که با انسان سر و کار داره به صورت مستقیم هوایی که استشمام میکنیم ما اونها از نظر این آقایون کمترین تاثیر گذاری داشت این واقعیت نگرش این هست که میگن آقا اینا واسه جون ملت ارزشی قائل نیستن این واقعا همونان یعنی تعارف واقعا نداره مردم چه اهمیتی دارن من اصلا متوجه نمیشم که چه جوری هنوز اینا سرمایه گذاری خارجی خب خدا آقایون گفتم بیشتر این رو سرمایه گذاری خارجی داره پس چرا شما سیاستتون رو به گونه نمیزنید که بتونید مشکل خارجی رو کم کنید وقتی هم این سرمایه گذاری خارجی معنای وابستگی نیست اول اینکه بیشتر شرکت‌های موفق دنیا چند ملیتی شدن این یه مورد دوی مسئله اینه که مستقیم سرمایه گذاری خارجی ارزمان از افراد خارجی نیست خیلی امکانات از ایرونی های خارج از کشور چه نظر نیروی انسانی سواد پول موجوده که اگه سیستم به حالت عادیش برگرده این افراد با کمال میل و مطمئنم حاضرم به مملکت خودشون خدمت بکنن یک نمونه فقط میارم مثال قطره قطر سال 2013 اومد یک فراخانی داد و گفت ما میخوایم کشورمون الینجیش رو توسعه بدیم توازن قوا ایجاد کرد بین شرکت ها شرکت کونیکا، فیلیپس، توتال، آنی ایتالیا همه آورد سهم شرکت رو کم کرد ولی اومد تخصص هر کسی رو وارد کشور کرد تو هر چیزی که بهترین بودن مجموعا این پروژه تا الان بالای 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده تو قطع تو این حدود 20 سال مسئله بعدی پروژه مروارید شله که 29 میلیارد دلار سرمایه گذاری شده که تمام میشه بگیم فرایندهای محصولات گازی ازش تولید میشه همین پروژه امکان این رو به قطر داد که خط هوایی درست بکنه که به امارات رقابت بکنه چون سوخت هواپیما هم, هم میتونه تولید بکنه همزمان علا رقم اینها تونست کود شیمیایی هم تولید کنه یعنی شما به زودی میبینین که مثل عربستان که شروع کرده به ساخت توی شروع کرده به ساختن مزرعه و چیزهایی که نیاز به خاک و کود داره قطر هم به مرور به اون سمت میره چون مجبور شنش رو کنترل بکنه تعدی اخیرا این همین امسال اتفاق افتاده با اکسان موبیل آمریکا صحبت شده قراردادی بستن که مجموع LNG تولید کل کشور LNG تا سال 2029 که میشه 5 سال یعنی افق کوتاه مدت کاملا قابل پیش بینیه به 40 درصد دنیا برسه 21 درصد کل بازار هیلیوم دنیا هم دست قطره دیگه بقیه‌اشو من اسم برام که چقدر یه کشوری با جمعیت خیلی کم خیلی هم محبوب کشورهای غربی نیست اما تونسته با ذکاوت، هوشمندی، سیاست درست، مدیریت درست بتونه خیلی از شرکت‌ها رو با خودش همراه بکنه. چجوری ثبات ایجاد میشه حالا؟ ما این بی‌ثباتی بعد بره, بره که به تثبیت برسیم بتونیم آینده رو ببینیم. اولی جمهوری اسلامی بعد بره. هیچ راهی جز اینکه جمهوری اسلامی بره واقعا وجود نداره. یعنی جواب خیلی ساده است. اولین قدم اینه که جمهوری اسلامی باید بره. مسئله بعدی مدیریته که البته جمهوری اسلامی بریم هر سیستمی باشه یک این مدیریت درست نیاز داره مسئله تجارت با ممالک مختلف قاعدتا ما نمیتونیم یک کشور ای درست بکنیم و فکر کنیم فرای دنیا این ولی هزینه های چند برابری پرداخت بکنیم مسئله ای که ثبات ایجاد میکنه اولویت قدردان منافع و رفاه ملته ببینید وقتی که یک ملتی من کارگر ببینم که کارفرمای من با من رو راست صادقه این تعهد ایجاد میکنه وقتی من تعهد کاری داشته باشم کارمو به نحو احسن انجام میدم و وقتی نگرانی سفرم دیگه نباشم اون 8 ساعتی که بیرون خونه دارم کار میکنم و دیگه دارم یه جورای لذت میبرم از زندگی و یه قسمت دیگه از زندگی میشه که تو ایرانی از بین رفته موضوع بعدی بهره گیری از نیروهای انسانیه من مدرسه تیسوشان بودم ایران البرز موقعی من خیلی دیگه چیز نبود یه مدارس دیگه معروف شده بود من میتونم به قطع بگم که ما در دوران راهنمایی پنجا نفر بودیم در دوران دبیرستان هفتاد نفر فکر میکنم از هفتاد نفر ما شست نفر ما الان در خارج از کشوریم و اون ده نفری هم که هستن دارن میان یعنی بله. دیر داره سوخت و صفت نداره واقعا مسئله بعدی ایجاد بازار آزاد و, و شرایط برابر رقابتیه چه داخلی ها چه خارجی ها و مسئله آخر شفافیت سیستم و تبعیض نداشتن تو این سیستم وقتی میگیم شفافیت الزاما مسئله مسئله سیاسی نیست ببینید شما یه سری آمار دارین یه سری عدد رقم دارین حالا شما این مسئله وقتی امنیتی میکنین اون بدنه محقق شما مهندس شما به اعداد و رقم دسترسی ندارن در به اینا فکر نمی کنند که مشکل جامعه این سیستم صنعت انرژی من کجاست که دنبالش کنن راهکار بدن برنامه بریزن یک سری آدم دور هم جمع شدن با هم تصمیم میگن امروز این کارو بکنن فردا کار دیگه بکنن برها اگه ما این کشور رو برگردونیم به خودمون اون چیزی که تا الان داشتیم و بیایم تا اون چیزی که توش مثل نفت و گاز که به وفور تو کشورمون وجود داره استفاده بکنیم به یک تثبیت برسه یک آورد یک درآمد مشخصی برای ما داشته باشه بعد از ما میتونیم بیایم به آینده نوسازی و توسعه مملکتمون فکر بکنیم مثل کشورهایی که بیشتر میشه بگیم آمریکای آمریکای شمالی و اروپای غربی واسه که این مسئله یکم نگاه کنیم کره جنوبی رو من خیلی دوست دارم تو این مسئله انرژی مصرفی به ازای هر فرد. در کره جنوبی اولا از ایران بیشتره کره جنوبی فکر کنم بین فکر کنم حدود 55 میلیون جمعیتشه ایران 85 میلیون جمعیت عربستان سعودی و اینجا داریم ترکیه ترکیه حدود 75 میلیون جمعیت داره خب انرژی مصرفی ترکیه از ما کمتر یه مقدار ولی کره بالاتر این چی میگه یکی که این داره انرژی بالاخره جای مصرف میشه کجا داره میشه صنعت داره تولید ناخالص ملی میکنه داره قطعات محصولات انواع اقسام چیزها رو داره تولید میکنه خب عربستان هم که دیگه همه میدونیم کجا میره اما چیزی که جالبه برق تو این انرژی ما وقتی به ایران و ترکیه نگاه میکنیم میبینیم میزان تولد برق ایران و ترکیه ای که اصلا ذخایر آنچنانی نداره به تازگی ذخیره یکی از میادین بزرگ گازش رو باز کرده یکیه این با برنامه‌ریزی درست 10 ساله است به جز آب ولی در ده سال گذشته انرژی خورشیدیه دولت پشتیبانی میکنه از صنعت توریست و بقیه جا و پولایی که در آورده و میاد سری برنامه های دولتی میذاره و بعد باعث میشه که برق ایران با سومین اولین ذخایر مجموعه نفت و گاز مساحبه بشه پل برقش با کشور ترکیه و ببینیم که ما چقدر فاصله داریم با یک کشوری مثل کره جنوبی تو تولید برق با 20 میلیون 30 میلیون جمعیت کمتر از ما پس مردم ایران واقعا مصرفگرا نیستن مشکل جای دیگه است گروه ایران سنس خیلی از متخصصین مختلف کنار هم قرار میگیرن بعضی وقتا ببینن که این سیستم چکار چیکار میشه کرد طرای مختلف اقتصادی میریزن طراح توسعه میریزن ما باید برنامه داشته باشیم به قطع ما داریم به سمت جایی میریم که برنامه های مشخصی وجود داره که دقیقا اگر اون چیزی که در ایران تقریبا چه اتفاقی میفته ایران به راحتی میتونه 73 بیلیون دلار درآمد داشته باشه دلیلش هم خیلی ساده است ببینیم ما یه کشوری داریم مثل پاکستان قیمت برق تو پاکستان حدود 11 سنت تو ایران امکان تولید برق حدود 5 سنت وجود داره خب پاکستان میتونیم بفروشیم ترکیو داریم عراق مشکلات خاص خودش داره عربستان خیلی جالبه عربستان به نفت شناخته شده است نفت زیادی داره ولی گاز نداره و چون شن و ماسه زیاد داره سولار خورشیدی و بادی هم مشکلات در واقع هزینه تعمیرات بالایی و نگهداری خیلی بالایی داره در مثلا شما خیلی از جاهای عربستان حتی بین 13 تا 17 سنت قیمت برق داریم حالا بماند کشورهای دوتری مثل هند هست و و و یعنی ما توی مسئله برق به یک صادر کننده بزرگ در منطقه میتونیم تبدیل شیم بدون شک 400 تا تولیدی داریم ایستگاه داریم همه چیزو داریم فقط مدیریتش رو نداریم چی نیاز داریم توی این دوران نوسازی انگلیسیش میشه دیورسیفیکیشن سعی, سعی کردم این معنی معادل فارسی خوب واسش پیدا کنم میشه تنوع بخشی توسعه انرژی اینکه ما بتونیم از همه پتانسیل خودمون تو ایران استفاده بکنیم ظرفیت پالایشگاه ایران اگه نگاه بکنیم ایران یکی از کمترینا رو داره در حال حاضر با این همه نفتی که داره از تولید پالایشگاه آنچنانی نداره یعنی اول آمریکا هست، بعد چین هست، بعد روسیه است بعد کره جنوبی, هست. کره, جنوبی هست. کره جنوبی که نفت نداره محصولات نفتی بیشتری از ایران که این همه مخازن داره داره تولید میکنه یعنی واقعا ما بلد نیستیم از چیزی که داریم اصلا چه جوری استفاده کنیم خب ژاپن هم که از ما بیشتر از ژاپن هم فکر نکنم دایناسوری توش مرده باشه در خیلی نفتی نداره و من موندم واقعا این آقایان چیکار میکنن با این همه ذخیره ای که ما داریم اینجا دو دو دهم کل بازار محصولات پالایشگاه مربوط به ایران ظرف زیر ده سال ما میتونیم به راحتی به 5 درصد برسونیم به راحتی یعنی هم علمش رو داریم هم پولش هست همه چیزش هست فقط حضور چند نفر تو ایران اضافیه وقتی به باد و خورشید نگاه میکنیم سمت فارس در واقع رشته کوه زاگرس به سمت جنوب یعنی شما فارس رو دارین استان مرکزی ارتفاعات زنجان رو دارین تا حدی کوکیلو گور احمد اینها واسه انرژی خورشیدی عالی هر چی بنفشتره بهتره یعنی اونجا بیشتر توان داره واسه طول مناطق مرکزی ما اخصا برای خورشیدی عالی سمت چپ تصویر من انرژی بادیه که شما نگاه کنید مرز پاکستان و افغانستان بیشترین سطح داره از نظر سرعت باد که خیلی مناسبه. خب پس ما اونجا میتونیم بازار پاکستان افغانستان و ترکمنستان و واسه توزید برق و فروش برق داشته باشیم نکته بعدی که وجود داره ارتفاعات البرز البرز و زاگرس امکان مثل منجیل رودباری که از گذشته استفاده شده امکان باد رو دارن که اینها میتونن به مناطق مرت... متمرکزتر جمعیتی مثل شهره مثل تهران، شمال، بقیه جاها به عنوان مازاد تولید و کمک به محیط زیست و, و, و خیلی چیز دلایل دیگه کمک بکنن و از انرژی بادی تو اون مناطق هم به راحتی میتونیم استفاده کنیم خلاصه این مسئله چشم انداز زمین هم بگم بعد برم سر خلاصم ببین یه چیزی که الان تو اینجا خیلی دارن یکی از راههایی که از چاهای نفت استفاده میکنن وقتی که دیگه سود دهی نیست یه مقدار دیگه اینو دریل میکنن میرن پایین و یک گرمای زمین رو بالا میارن که از همین گرمای زمین تولد برق هم میشه خیلی نوع اولیش تا ده 15 سال آینده تو کشورهایی که مناطقی که نفخیزن مخصوصا تگزاس ایالتای مثل اونجاها کشورهای مثل اونجا این تکنولوژی 8 تا 8 درصد خاک ایران زمین ایران مساعد واسه این تکنولوژی و جالب اینکه سبلان یک ای از بهترین جاست که میتونیم اینو استفاده کنیم شمال غرب ایران هم سرد گرمایشش به درد میخوره هم تولد برقی میتونه بکنه که به آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، گرجستان تا اونجا ما میتونیم انتقال برق رو به راحتی داشته باشیم قلبت, قلبت توی سمت تبعز، فردوس و اون شرق ایران هم دومین جایی که خوبه خیلی جالبه ما شرقمون بادو داریم جنوب و غربمون جنوب و غرب کشور نفت رو داریم پالایشگاه ها داریم شمال غربمون زمین گرمایی رو داریم به صورت غیر متمرکز میتونیم از صنایع دیگه هم استفاده بکنیم چهار گوشه ما امکان داره که از انرژی پول در یعنی کشوری هستیم که کریدون انرژی شما فکر کنید یه سری محصولات تولید میکنین خب سوخت هم پیمام تولید میکنین دیگه وقتی همین سیستم رو به کار درنچه امکان نداره قطر و دبی بتونن با شما رقابت کنن چون وسعت کشور شما تعداد پایگاه ها و فرودگاهی که میتونین بسازین قابل مقایسه با دبی ترکیه نخواهد بود شما خیلی فضای بیشتری دارین که اینو پخش کنین به اضافه همین کریدور انتقال مواد یعنی شما یه سری مواد رو تولید میکنین خب با همین ترانزیتی که ایجاد میشه اینا واسه شما باید شما بتونین بفروشین یعنی ما رو گنج نشستیم به واقع فقط مسئله اینه که ما متوجه شیم که من الان از خارج دارم میگم باید انقلاب کنیم مونده آشان <applause> آره دیگه من خودم رو منبر حالا نه <applause> ببخشین که این به انگلیسیه متاسفانه معادل فارسی اینها ما همچنان چون بومی نشدن تکنولوژی ها معادل فارسی خوبی ندارن قیمت حداقلی اقلی حد اکثری سرمایه گذاری اولیه تنخا مقدار آلایندگی که دارن محاسبه شده به نسبت ایران در چندین سناریو مختلف این یک نمونه کوچیکشه از کارهایی که میشه تو ایران کرد خیلی بیشتر از اون که فکر کنین آدم های دلسوزی هستن که روی ایران کار میکنن و فقط این گره آخر اگه بازشه مطمئنا کمک میکنن خلاصه ای صحبت من عدم ثبات مدیریت ضعیف، تصمیمات سیاسی غلط موجب شده که ایران قدرت و جایگاه خودش رو در این صنعت از دست بده و به طور کلی منزوی بشه حالا نه فقط این صنعت ولی کار من انرژی هست مسئله دوم منابع انسانی جوان ماست که مثل این گازی که در پارس جنوبی میسوزه داره میسوزه این یک واقعیت محضه و من فکر میکنم همه باید به این خیلی عمیقاً فکر کنیم به خودمون و به نسل بعد خودمون و بچه های خودمون مسئله بعدی اینه که چهار گوشه ای ایران امکان استفاده از انرژی و داره ایران به قوه میتونه صادر کننده عظیم انرژی دنیا باشه هیچ کشوری در نزدیکی ما این توان و قدرت رو نداره حتی کشوری مثل آلمان که 45 درصد گازش از روسیه میاد خودش از خودش مخزن معادن انرژی آنچنانی نداره در نتیجه ایران خیلی نقش بزرگتری از اون چیزی که فکر میکنیم میتونه به عهده بگیره نهایتا این مجموع صحبت خیلی از کارشناساس و به این عمیقا اعتقاد دارن که ایران بدون جمهوری اسلامی در ده سال به جرایت صحبات میرسه و ده سال قلوب نیست واقعیت که امکان پذیره فقط و فقط و فقط البته من بازم بگم از خارج میگم ما نیاز داریم که جمهوری اسلامی بره که این به واقعیت بکنم زمان این رسیده برگردیم به حضاری که در سالن حضور دارن خواهش میکنم که سوالتون رو بفرمایید Uh, خیلی ممنون من uh, شهریار اعتمادی تاج بخش هستم پژوهشگر نرم افزاری تلسکوپ رادیو اسکی در دانشگاه آکسفورد uh, شما اشاره کردین به بحث محیط زیست و اشاره هم داشتین به موضوع مازوت uh, من برام یه کنج، کنجکاو بودم که ببینم که به لحاظ ملموس uh, uh, اگر در واقع مثلا 80 درصد منابع انرژی ایران در آینده به سمت تجدید پذیر بره مثلا 80 درصدش از باد و خرشی تأمین بشه چه تاثیرات ملموسی توی وضعیت محیط زیست ایران داره این رو اگر بفرمایید ممنون میشه من فکر می‌کنم سوالو بعد کاوه مدنی بپرسین چون <applause> تقاصم <applause> انرژی نه محیط زیست من نمیدونم 80 درصد چرا باید نو بشه اون چیزی که ما در چند داریم رو برای دوران بازسازی و ثبات نیاز داریم تا برسیم به آینده نگری آنچنانی یعنی از اون چیزی که داریم بعد استفاده بکنیم و الزاما ما در آلمانی زندگی نمی کنیم کم بوده انرژی داشته باشیم در اقتضای امنیت و مملکت میطلبه که فعلا ما از این بهره وری حد ولی درباره محیط زیست لایف سایکل اسسمنت خیلی اطلاعات مطالعات زیادی در این باره شده خب شما کوبالت رو یا خیلی از فلزات رو بعد استخراج بکنین از معادن در آفریقا شاید تو کشور من آلاینده نشه و یه کشور دیگه آلاینده میکنه وقتی اون اتفاقا میفته به این راحتی نمیشه جواب این سوال ها رو داد اما اتفاق بزرگتری که تو ایران و بیفته اینه که شهرها در ایران بزرگ شدن واقعیت اینه و خیلی از این تولیدی های ما در حاشیه شهر قرار گرفتن و وضعیت باد و بقیه چیزها باشه که اینها به داخل شهر میان ما که به محض اینکه به ثبات برسیم باید اول خصوصی سازی و مد نظر داشته باشیم و با توجه بتونیم با یک دوراندیشی خاصی که به نظر من شاه پهلوی خیلی به اصطلاح انگلیسیش فیوچر بود آینده نگر بود با یک آینده نگر مثل مثلا امام خیلی فاصله داره با تهران ولی الان خیلی ملموسه که چرا بعد اینقدر فاصله داشت یه برنامه ریزی جد جدید تری به روزتری بکنیم نسبت به کلیت زیربنای ساختاری که داریم من یه مثال به شما بزنم سال 2010 یه پره بادی که مثلا دو دهم ده بین حدود نیم مگاوات برق تولید میکرد با مثلا طول سی متر چل متر الان اون شده نزدیک 110 متر و میتونه 8 مگاوات برق تولید کنه دونین اینها این خب خیلی به آلایندگی کمک میکنه به خاطر اینکه شما سیستمتون کوچکتر میشه درست بزرگتر میشه ولی میتونه تولد برق بیشتری داشته باشه در فلز کمتری مثلا مصرف شده میتونه و در نتیجه خب قسمتی به محیط کمک کرده باشه ولی جواب سوال شما خاصن چون محیط زیست به فیلد من خیلی مربوط نیست سپاسگزارم از شما یک سوال دیگر رو هم می‌گیریم از شما من یه جواب شما بدم خب ببخشید من یه وقت من بیشتر مثالی بدم من این کشور آمریکا ایالت مثلا تگزاس من یه قانونی گذاشت گفتش که اون موقع 10 تا 10 تا 16 درصد از زغال سنگ میومد. خب گفت میخوام محیط زیست رو درست کنم من یه اکتی گذاشت به اسم کلین ایر اکت خب مد گفتش که شما اگه بیای مثلا سوخت زغال سنگ رو تبدیل به گاز بکنی به ازای هر یک تونی که دیوکسید کربن رو کم میکنی در مملکت 25 دلار و 46 سنت تخفیف مالیاتی میگیری دونین؟ یعنی یک سری راهکار اولا اینا تو دنیا انجام شده ولی هر کسی به اقتضای کشور خودش باید بیاد این رو به اجرا بذاره با توجه به شرایط ولی ولی کار خی... اینا خیلی کارهای ساده تریه یعنی میدونین مشکل رفتن جمهوری اسلامی من بازم بگم بقیه اینا واقعا حل شدنی یعنی ما به اندازه کافی متخصص و دانشمند داریم که بتونن اون چی... کاری که باید واقعا برای منفعت جمع باشه صورت بگیره و این معافیت مالیاتی یکی از که تو غرب انجام شد و موفق بودن جواب هر پرسشی ظاهرا اینه که جمهوری اسلامی بره بله سلام به همه من آرش خارخی هم کارشناس حقوقی قرارداد نفتی با توتال کار کردم قرارداد پارس جنوبی بعد شلمبرج قبل از اینکه از ایران بیام بیرون من اخیرا از ایران اومدم بیرون شما هر, هر سه تقریبا تکنوکراتین دیگه فنی هستین من از حضور شاهزاده که یه خورده سیاسی ترن سو استفاده میکنم یه سوالی خورده سیاسی میپرسمم جمهوری اسلامی اصولا همه ما شاید میدونیم اصولا این داعشه یعنی فقط یه خورده روتوش شده است یعنی یه مافیای نفتیه که چند بره زده روی منابع مملکت و در جهت منافع خودش استفاده میکنه یه سری طبیعتاً یه یک بازاری به وجود میاد همونجوری که حالا که از این وضع موجود نفت میبرن خب کارشون نمیتونن میکنن ولی یه بدنه کارشناسی داره که توی این شرکت های دولتی که تصدیگری میکنن تو بازار انرژی دارن کار میکنن از نظر شما چطور میشه اون بدنه فنی رو راضی کرد که این پشتوانه بروکراتیک جمهوری اسلامی رو خالی کنن چون شاید یکی از اون گلوگاه هایی که میشه جمهوری اسلامی رو زمین زد مثلا ایده اصلی پشت تحریم های زمانی همین بوده دیگه که این مافیاهای های کوچی, کوچی که نفتی بنیاد خاتم الانبیا بنیاد تعاون ستاد جای فرمان امام نتونن نفت بفروشن دستشون از منابع کوتاه بشه ولی خب جمهوری اسلامی این بارو داده به مردم فشار انداخته رو دوش مردم و اون بدن فنی هم همچنان دارن کار میکنن دیگه همین برنامه ها رو میریزن و تر اونا رو چطور میشه راضی کرد که دوستان شما اکثرا که تو ایران هم دارن زد... من که این بعد بدا... نه نه <applause> کارمندای کارمندای شرکتان دیگه کارمندای فنی شرکتان منظورم همکاران شما کارمندای فنی دارن این ساختار از عریض و طویل ساپورت میکنن چطور میشه راضیشون کرد که بیان بیرون من فکر کنم شاهزاده بهتر از من جواب بده به این سوال شما میخواین اول شروع کنیم بعد از انرژیشو شروع کنم قسمت, قسمت سیاسی شما میخوام به عهده باشه پس ببین با اولا زندگی خرج داره و الزاما بدنه من بگم من هیچ ارتباطی با بدنه مهندسی جامعه ایران ندارم خب و اعتقاد دارم که خواهش اعتقاد دارم که ما باید همه با هم تعصب کنیم یعنی اعتصاب کنیم سر کار نریم یک ما نخوریم ولی اینا برن خب این نظر شخصی منه حالا درست و غلطش رو کاری ندارم اون چیزی که واقعیت اینه که زندگی خرج داره و انسان ها بچه دارن زندگی دارن نمیشه توقع داشت که مثلا میترسن دیگه یعنی مشکل اساسی ما حالا با همه میگن خسته هم میگن بیشتر ما میترسیم از خستگی هم یکی از دلایله من فکر میکنم که اه مشکل اه گلوب یعنی درآمد نفتی ما اینقدر کمه و اینقدر هزینه ها بالا رفته که این آب باریکه جمهوری اسلامی به شکل الان نمیتونه بلند مدت براشون کار بکنه اصلا هر چیزی هر قطعه یک عمر مفید داره قطعات چینی ثابت کردن که اون رو پایینه و چون انتقال تکنولوژی دیگه از سال حدود 2006 که شل خارج شده به ایران صورت نگرفته ما امکان تعمیرات آنشانی نداریم داشت تعویز قطعاتو داریم و تا ابد نمیشه خرج کرد این یه نوع فروپاشیه فقط مسئله زمانه و ما دنبال اینیم که زودتر این اتفاق قطعا بیفته سپاس از شما اشاره کردین شاهزاده رضا پهلوی به پرسش ایشون پاسخ دادن ایشون خودشون از شما یک پرسش دارن <تصفح> <تصفح> خواهش میکنم <تصفح> البته از هر سه دوستانی که در پنل هستید و شاید این مسئله یه مقداری مربوط میشه به اون جنبه فرهنگسازی و توجهی که از نظر زیست محیطی داریم نمیدم چرا, چرا، تا چه اندازه این مسئله در جهان به اصطلاح پیشرفت و اول مطرح هست تا کشورهایی که شاید بیشتر چالش به این موضوع داشته با جمعیت خیلی زیاد کشورهایی مثل هند یا چین ولی اگه لطف کنید دوستانی ما راجع به این کاربن کردیت اگه صحبت بکنیم و این رو بیشتر توضیح بدیم شاید یکی از فاکتورهایی است که میتونه اون به همون اندازه که ریسایکلینگ الان اصلا بچه های ما از نظر زیسمویتی خیلی رعایت میکنن فرنگ ما نبوده اصلا ولی در این مورد آیا این یکی از فاکتورهایی که کمک میکنه که نه فقط متکی بشیم به متخصصین یا کارشناسان یا کارآمدان بلکه اصلا اجتماع به طور کلی بهتر درک بکنه اینو اگه لطفا دوستان از توضیح بدین ممنون میشه شروع کنم شروع کنم شما شروع کنیم ماه مثال میزنم توی آمریکا ام، ام، دو نوع ام، تخفیف برای کاهش کربن وجود اولا که یه پروژه مثال بزنم از عربستان عربستان الان اومده یکی از یکی از کارایی که مثلا شما یه خودرو دارین سی درصد از خودرو شما پلاستیکه اومده میگه خب من میام این پروسه های شیمیایی که دارم مواد اولیه که تولید میکنم کربنش رو جدا میکنم برمیگردونم تو سیستم استفاده میکنم مثلا همش همون کاربن فایبری که الان ماده فنسی محسوب میشه حسابی یعنی تجملاتی تو ماشین ولی خب اینا میگن که ما میایم کیفیتشو رو در حد اون نگه میداریم از کربن رو استفاده میکنیم خودمون رو آلندگی رو پایین میاریم و کیفیت محصول اون چون بالاست بازارمون رو بزرگتر میکنیم تو دنیا این یه مثال تو ولی در خود کاربن کردیتس یا کاربن تکسیشن توی آمریکا به طور مثال دو نوع قانونه بعضی ایالت ها هر دوی اینو دارن این دو تا چیز جدا یعنی کاربن کردیتس رو داریم کاربن تکسیشن هم داریم بعضی ایالت‌ها ها مثل کالیفرنیا هر دو تایی اینو دارن ایالتی مثل تگزاس فقط تکسیشنش رو داره کاربن کریدیتش رو نداره یه قانونی درست کرده به اسم Q45 زیر مجموعه این اومده یه سری قانون دیگه گذاشته Q45VZ ادامه داره یک سری اروپا هم اتحادی اروپا هم یه سری چیزهای مشابه داره مثلا یکی از قوانینی که به زودی توی اتحادی اروپا احتمالا تصویب میشه اینه که میگه که اگه شما ماده سه تا ترشولد سه تا دامنه گذاشته میگه اگه شما تا اینقدر تولید کردین که خیلی عالی اگه کاهش دادین اینقدر بهتون تخفیف مالیاتی میدین در یک بازه دیگه میگه که شما یک جریمه ای رو در واقع میدین از یه حدی بیشتر اجازه صادرات دیگه ندارین به اتحادیه اروپا توی آمریکا اینجوری نیست میگه که شما به ازای هر تونی که کم میکنین مثلا 25 دلار میگیرین از یه جایی بیشتر اگه عبور بکنین انقدر پنالتی میدین و در کنارش اومده واسه صنایه مختلف هم در نظر گرفته مثلا توی سولار توی آمریکا به شما مثلا تسلا میگه که شما اگه بیاین ماشین منو بخرین بیاین سولار پنل بگیرین من واسه ماشینتون رایگان این جعبه رو میدم که باعث میشه کربن مثلا کم شه برنامه های خیلی فراوانی ریختن که بشه مدیریت بشه سولار سیستم رو بهشون انسنتیوز میکنن برنامه های خیلی تشویق مالیاتی مختلفی وجود داره در زمین هیدروژن برای خودش یه سری قوانین خاص خودش رو گذاشتن گفتن اگه مثلا اگه از آب تولید بشه و باعث کاهش کربن بشه اینقدر مالیات به شما برمیگرده اگه از گاز طبیعی درست بکنین اینقدر میشه خوبی که وجود داره اصلا بهش میگن جی اش بوک یک یک پروتکلی در دنیا نوشته شده به اسم گرین هاوس گاز امیشنز که دامنه تولید کربن رو به سه دسته تقسیم میکنه اسکوپ 1 اسکوپ 2 اسکوپ 3 توی اسکوپ 1 درباره این توضیح میده که شما چقدر کربن درست میکنین در اون ایستگاه تولید برقتون در اون پالایشگاهی که شما دارین اسکوپ توش میگه که ماشین‌هایی که شما مثلا شرکتی دارین یک پالایشگاهی دارین این ماشین‌هایی که شما در خدمت می‌گیرین واسه توضیح واسه رسوندن کارمندا سفرهای تفریحی کارمندا هر آن چیزی که مربوط به اون شرکته میره تو اسکوپ 3 و یه اسکوپ سومی داره که قانون نشده تو آمریکا ولی تو اروپا قانون شده اینه که هر اتفاق هر تولد کربنی که شما به شما ربط داره ولی غیر مستقیمه یعنی ماشین مال شما نیست ولی ممکنه اومده باشه دنبال شما شما از فرودگاه واسه من آورده باشه به طور مثال چیزهایی که به صورت غیر مستقیم تمام اینها بر اساس یک ذریب و فاکتوری حساب میکنن میگن که این مجموع تولید دیوکسید کربن شما اینقدره بر اساس اون وارد اون دامنه ها میشه یا تخفیف مالیاتی بهتون تعلق میگیره یا جریمه مالیاتی یه فالوآپ هم در این مورد دارم و اونم اینکه اگه به عنوان هست قابل ترانسفر هست یا قابل داد سه هستش اونم این مدار توضیح بدین کنه <applause> که خیلی بود پینتشون بالاست چجور از تزدیک شدید اینو یه مقدار این در اروپا است در آمریکا نیست یه سری شرکت هستن که شما لایسنسی میکنن در واقع که مثلا شما گرین هستین یا نیستین این کربن رو یه جای سفته بازی به قول ایرانی بازی ها میتونین شما خرید و فروش کنین یعنی من بیا میگم من اکسان اینقدر این ماه مازاد تولید کربن دارم یک شرکتی که فقط تو کار تولید سولاره که هیچ صفر نتش من میتونم بیام این مازادم رو به اونها بفروشم به پولی و اون کردشون رو بگیرم و اون اه اه تخفیف مال... اون جریمه مالیاتی هیچ تخفیف مالیاتی نشه بیشتر اون جریمه رو یا کم کنم یا از بین ببرم این خودش یه تجارت نوعیه که داره شکل میگیره بره. خیلی ممنون سفاس بذارم از شما با سپاس از مهمانان متخصص برای ارزیابی‌هاشون از ظرفیت‌های واقعی آینده ایران در حوزه انرژی. اجازه بدین ما این قسمت رو با نموداری پایان بدیم که جایگاه فعلی ایران رو به لحاظ درآمد سرانه و شاخص رفاه مردم در بین کشورهای دنیا با منابع غنی نفت و گاز نشون میده. همونطور که می‌بینید کشورها از لحاظ ثروت و رفاه مالی در سه دسته قرار می گیرند. در سطر جدول کشورهایی مثل نروژ و قطر قرار دارند. رده دوم کشورهای ثروتمند امارات، کویت، عربستان سعودی و کانادا هستند اما ایران تحت جمهوری اسلامی متاسفانه در قعر این جدول و در کنار کشورهایی مثل نیجریه، عراق، لیبی و حتی ونزوئلا قرار می‌گیرد. و این در حالیه که پیش از انقلاب اسلامی صدرنشینی ایران در جدول توسعه اقتصادی و اجتماعی جهان غیر قابل انکاره بگذارید بریم خدمت مهمون ویژه برنامهمون و دیدگاه ایشون رو راجع به راه بازگشت به بزرگراه توسعه جویا بشیم شاسد رضا قبل از اینکه به این نکته که گفتید به پردازم خب در اصل ما دو تا نگاه میتونیم داشته باشیم نکات منفی و نکات مثبت در بخش منفیش که خیلی مربوط میشه به اینکه چرا امید به آینده تقریبا نیست و یا اعتماد به آینده بهتر نیست به چه دلیلی به اینجا رسیدیم دوستان به عناوین مختلف اشاره کردن به عدم مدیریت مسئله یه نظام مافیایی که مسلما درش تمام این مشکلات مختلف فساد و چیزای دیگه پیش میاد و طبیعتا پتانسیل واقعی و مملکت به جا نمیرسه نخبگان فرار میکنن، مقصا فرار میکنن و بی خود نیست که در این واقعیت موقعیت قرار گرفت. دو تا چیز به نظر من کاملا مشهوده که باید سی باشه برای که برگردیم به جهت مثبت. یه مقدارش جنبه های باز بر برمیگردم به اون نکته فرهنگی می که میگفتم و باورهایی که داریم ما عادت داریم با جمله ای کاش شروع بکنیم یعنی انگار دخالت حالت پسیو به قضايا نگاه میکنیم تا اینکه به شکل پرو اکتیو نسبت به غذا نگاه بکنیم یعنی اون انگیزه اون باور در توانمندی این پتانسیل فقط یک فضای واقعی سیاسی و دارا بودن حکومت و دولت ملی فراهم میشه یعنی میخوام بگم این قسمت منفی رو ما بذاریم کنار بریم در بود مثبتش که پیش شرط این هستش که اون وقت بتونیم از بهترین قابلیت هامون در تمام زمینه ها استفاده بهینه بکنیم اون موقع از که فراهم میشه پس در این که آیا آینده میتونه بهتر بشه شکی نیست ولی تردید چرا تردید زمانی است که یه مقدار باسی لمس کنن این پتانسیل همین که امروز به عنوان یک نمودار کوچکی از اینکه ما کمبود منابع رو نداریم در کشورمون کمبود تخصص رو نداریم دسترسی و آگاهی از تکنولوژی موجود داریم برنامه های اثبات شده که در جاهای دیگر که مشابه ایران هستش جواب داده و خیلی سادگی میتونیم این رو تقلید بکنیم و در کشور خودمون در واقع اجرا بکنیم و در واقع میخوام بگم که دو فاکتوری که چقدر زمان برامون مونده از لحاظ زمان از دست رفته اپورتونتی کاست در است و اینکه چقدر این ترانزیشنال فیز یعنی گذار از آنچه که داریم به انرژی های فرض کنید بعدی خورشیدی که صحبتشو کردیم این واقعا مستلزم این تنها نیست که یک دولتی که میتونه برنامه‌ریزی درست انجام بده باشه یا فقط اتکا بکنیم به متخصصیم بعضی نمونه ها رو در این پرزنتیشن ها دیدیم که چگونه هر شهرفندی در حد خودش و در منزل خودش بتونه یه سری کارها انجام بده پس بنابراین من فکر کنم آگاهی رسانی و آموزش یکی از ابزار کلیدی برای رسیدن به اونجاست این اطلاع رسانی واقعا مهمه چون وقتی که همیهنانمون تمام این اجزا رو درست بفهمند، درست بهشون توضیح داده بشه زمانتی داشته باشند در اینکه به شکل شفاف برای که این آبروریزی ایران نصف بیشترش عدم شفافیت دیگه و اعتماد سازی رو در واقع از اینجا باید شروع بکنیم از شفافیت و شفافسازی سازی شروع میشه تمام اینا رو شاید قبلا بارها بحث شده از دید سیاسیش که به قضیه نگاه میکنم خب قطعا باسی اون پیش شرطا باشه ولی وقتی که چند سال پیش به فکر راه سازمان قوقوس بودم دقیقا به همین دلیل بود که یه سری افراد خارج از سیاست و نمیدونم رقابت های حزبی و ایدولوژی از یک دید صرفا علمی تخصصی ببینن که ایران ما در 50 سال آینده حداقل با چه نوع چالش هایی روبرو خواهد بود و شروع بکنن به اینکه به این پروژه ها فکر بکنن طراحی بکنند چرا که همیشه من باور بودم که ما هرچه بیشتر پیش بینی بکنیم یه زمانی رو که ممکنه بیشتر از دست بریم تا به اونجا برسیم و یک جوری پس گرفتیم و آماده انجامش به محضی که شرایط فراهم شد هستیم بنابراین یکی از خاصیت این زحمات که دوستان میکشند و حتما صدها هزارها افراد در داخل کشور به این فکر کردن ولی هیچ وقت نتونستن این رو به عنوان یک برنامه پیش بینی بکنن اکنون میتونیم لاقل این برنامه ها رو داشته باشیم بنابراین ترکیب سیاسی آینده کشور هر چی که باشه و بعضی موارد علا رقمی که کدوم حزب اون کشور بیشتر براش مسائل اولویت و تقدم از نظر برنامه های دولتیشون داشته باشن یه سری مسائل هستش که به هر حال باید در کشور انجام بشه یعنی فرا حزبی مسئله از, از یک دید منافع ملی به قضیه نگاه میکنیم از همین جا شروع بکنیم دوستان و با این نگاه اتفاقا فکر میکنم که کمک حتی میکنه به اتحاد بیشتر در یک هدف مشترک حالا چه ما امروز در آستانه سالگرد محسا هستیم که به هزار یک دلیل باعث بیشترین استفاده از این فرصت رو بکنیم برای اینکه به خودی و به دنیا بگیم که ما کجای کار قرار گرفتیم ولی این همش در قبال این هستش که این دید نسبت به آینده رو تقویت بکنیم برای که من فکر کنم این حالت افسوس خوردن و آه کشیدن که چی داشتیم و چی از دست دادیم دیگه باید از این گذر بکنیم با ذکر مصیبت و ناله کردن مشکل ما حل نمیشه و خوشبختانه ابزارش رو داریم مهم این هستش که اولویت ها رو تشخیص بدیم نگاهمون به با آینده باشه و واقعا بدونید که کشور ما کمبود سرمایه های انسانی و طبیعی رو نداره متا این رو باسی به شکل بهینه و به استفاده حد اکثری برسونیم که با همت دوستان و متخصصین و همیهنانمون و بخش آکادمیک و علمی و دانشگاهی و آموزشی کشور واقعا بتونیم این رو به عنوان یک نقشه راه و به عنوان یک عامل هدایت کننده بهترین استفاده رو ازش بکنیم در اون تقسیم کاری که دیشب در مصاحبه با امیده ایم مطرح کردم واقعا مملکت 85 میلیونی فقط میتونه توسط یه مرکز یا یه گروه خاصی داره بشه واقعا ما احتیاج به این تقسیم کار داریم و امت... ام... امکانش هم داریم بنابراین تنها چیزی که دارم بگم در انتها هستش که موقع رسیده که آسینا رو بزنیم بالا و به هر حال این ترانزیشن رو به بهترین شکلی انجام بدیم با تشکر از دوستانی که امروز بودن با تشکر از شبکه مناطور و خوشحال بودم که تونستم من هم استفاده و محره بگیرم از نظر دوستان و امیدوارم دوستان تونسته باشین استفاده خوبی کرده باشین و از همه مهمتر میلیون ها همیهنانمون که تشنه این هستن که بدونن یه آینده بهتری رو میتونن منتظرش باشن. شاهزاده رضا پهلوی و همچنین از تلاش کارشناسان گرامی برای حضور در این برنامه ما امیدواریم که با این برنامه و با تکیه بر حقایق ظرفیت های کشور جلوه های از امکانات پیش روی ایران برای بازگشتی پرسرعت به عرصه رشد و توسعه پای